خب عتی جان خوبی؟ ممنون میلاد، خودت هم شاد باش. میگم این روزا بعد خیلی هیجان زده هم راستش، چون که از چند روز پیش ما کلی پیام و ویدیو دریافت کردیم که واقعا امیدوار کننده بود و دلگرم کننده. حتی از ایران خیلی از دوستایی ما داشتیم که برای ما ویدیو فرستادن، عکس فرستادن و این واقعا با پیامشون ما رو دلگرم کردن. امروز تلاش خواهیم کرد که از همه اونها در برنامه استفاده کنیم و همه رو برای شما منتشر کنیم و نشون بدیم. اول برنامه من فکر میکنم که باید، یعنی حتما و من باید توضیح بدم اگر اجازه بدی. ببینید، حتما یه نکته ای که هست اینه که به هر صورت جنبش آتئیستا، جنبش خردگرایانه، به خصوص مردم ایران، حالا در سطح خاورمیانه میشه این رو بحث کرد، ولی به هر صورت در ایران به یک بلوغ و به یک به هر صورت جایگاه و یک سطح قابل تعامل و به نظرم مهم و ارزشمندی رسیده. نکته که هست اینه که یکی از خصیصه های جنبش هایی که به هر صورت پویایی دارند و قابلیتی رو دارن که در سطح جهان بسات مردم رو به جوش و خروش بیاندازن و به نوعی جامعه رو تغییر بدن، این هست که چهره هایی رو به جامعه معرفی میکنن این جنبش ها. مثلا حالا در رابطه با جنبش کارگری، مثلا ما اسماعیل بخشی رو داریم، سپید قلیان رو داریم و غیره. در رابطه با جنبش آتئیسم و جنبش خردگرایان فارسی زبان، جنبش خردگرایان مردم ایران، در حقیقت ما یک فردی داریم، یک به هر صورت چهره بسیار دوست داشتنی، قوی و به نوعی میشه گفت یک انتلیکچوال هست این فرد، نه فقط حالا برای آتئیست های ایرانی، بلکه برای به نظرم کل آتئیست ها و خردگرایان دنیا. همونجوری که حتما میدونید سهیل عربی، در تو با سهیل عربی صحبت میکنیم، زندانی سیاسی آتئیست که سالهاست در زندان های جمهوری اسلامی هست، در این حالی که شکنجه شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته شده، به هر صورت فرنگیز مظلوم مادر سهیل عربی بارها به دادسرا احضار شده، تحت فشار قرار گرفته، بازجویی شده، شکنجه شده و غیره، ولی سهیل عزیزمون همچنان سر مواضعش هست، قوی از داخل زندان پیام میده و به نوعی در خط مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی هست. درود میفرستم بهش، اگر به درجات برنامه ما رو میبینه من همینجا سلام میکنم بهش و به گرمی دستش رو میفشارم، براش آرزوی بهترین ها رو میکنم. حتی اگر دقیقا حرفات کاملا درست و پیرو حرفات، میخوام بگم که بدترین شرایط که زیر شکنجه و بازجویی های خیلی متعدد و تهدید و همینجور خانوادهش هم تبعید کردن و در تمام این مدت اون محروم بوده از ملاقات بچهش و مادرش، ولی با این حال از زندانی های دیگه دفاع میکنه، یعنی در صدد اینه که شرایط بهتر رو برای اونها به وجود بیاره. و به نوعی من فکر میکنم برای همه خرد و آتیست ها سهل نماد مقاومت و استواریه. فکر میکنم که یک ویدیو داشته باشیم از سهل عربی که اون رو میبینیم. توی یک سال گذشته سعی کردیم به درجات ویدیوهایی که سهیل داد بیرون رو منتشر بکنیم، برای زیرنویس انگلیسی بذاریم. چندین ویدیو منتشر کردیم در یک سال گذشته. یه ویدیو ازش میبینیم که به نوعی یاداوری باشه و به نوعی ادای احترام بکنیم به سهیل. ضمن اینکه این رو من یادآوری بکنم، دوستان عزیز لطفاً لینکی رو که ما کلیک کردیم رو، در حقیقت اون لینک رو از طریقش میتونن بیان در برنامه شرکت بکنن، در برنامه صحبت بکنن. برنامه به صورت تریبون آزاد است. من الان 3 نفر رو میبینم که پایین، البته ابوذر رفت، 2 نفر الان من پایین میبینم که هستند. حتما وقت خواهم داد که دوستان عزیز ما بیان صحبت بکنن. قبلش همونجوری که عتیه گفت ویدیو رو ببینیم. ویدیویی هست مربوط به پیامی که سهیل داد در رابطه با بحث اینکه زندانیانی رو در ایران موقعی که کرونا خیلی شیوع پیدا کرده بود آزاد کردند، سهیل رو آزاد نکردند، البته به دلیل ترس و وحشتی که برسود از سهیل دارن. مسئول زندان اومد گفتش که ما همه زندانیا رو آزاد کردیم، زندانیانی که هستن در زندان اینها قاتلان و جانیان و فراریان هستن، و سهیل هم در همون زمان در زندان بود. برسود کسی که خودش جنایتکار، خودش قاتل و جانیه، به سهیل عزیز ما میگه که ما فقط جنایتکاران و به هر صورت قاتلان رو نگه داشتیم در زندان. این ویدیو رو ببینیم اگر اجازه بدید من پیداش کنم. بله، این ویدیو رو ببینیم، برنامه رو ادامه میدیم با شما دوستان عزیز. امیدوارم صدا خوب باشه.
بچه ماندن. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد به تمام زندانیان مرخصی داده شده مگر عده قاتل و سارق به خطرناک. او با وقاحت تکرار میکند که افرادی که در زندان ماندن یا قاتل هستند یا سارقان خطرناک، اما واقعیت دقیقا خلاف ادعای اسماعیلی است. مرخصی ویژه نوروز امسالی شامل اختلاسگران و افراد متصل به حکومتی شد که با سوء استفاده از سمت و پست خود اقدام به رازخواری و اختلاسهای نظامی کرده بودند. اتفاقا آنهایی که ماندهاند عدهای کنشگر سیاسی و روزنامه‌نگار هستند که به دلیل دفاع از حقوق ستمدیدگان و بیان واقعیتها و مبارزه با ظلم فساد و بیعدالتی در زندان هستند. آنها که ماندهاند جعفر عظیم‌زاده کارگری که به دلیل دفاع از حقوق زحمتکشان جامعه محکوم به تحمل عفو شده است را که پدر دو فرزند میباشد را به شما معرفی میکنم. از آنها که ماندن محمد طبیعی معلمی که میدلیل فعالیت سنفی با هدف بهبود وضعیت زندگی معلمان فرزندان ما محکوم به تحمل حبس شده است را به شما معرفی میکنم. از آنها که ماندن گلرخ ایرایی آرش صادقی و عاطلا دائمی را که به دلیل دفاع از حقوق ستمدیدگان و آزادی خواهی حبس و تحمل کردن را به شما معرفی میکنم. از سخنگوی قوه قضاییه بخواهید پرونده‌های سهیل عربی، جعفر عظیم‌زاده، محمد امام امام‌زاده، محمد حمیدی، نرگس محمدی، عاطلا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، محسن بخش‌زاده و صدها زندانی سیاسی دیگر را که به دلیل نوشتن چند مقاله و بیان اعتراض‌های مردم ستمدیده سرزمین خود حبس و تحمل کردهاند را در صداوسیمای ملیشان به مردم نشان دهند. ببینیم کدام یک از ما قاتل یا سارق. سخنگوی قوه قضاییه به دخترم توضیح داد اتهام مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی چه و به او بگوید چرا 8 روز و 8 سال محروم از حتی 1 روز مرخصی در زندان بوده است. به دخترم بگو که فقط به دلیل بیان حقایق و عدالتخواهی ما را از هم جدا کردی. این جوابی که برای سخنگوی دارد. بسیار علی، اجازه بدید ببینم ویدئوی بعدی خودش اتوماتیک پخش شد. دوستان عزیز، رفقای ما در استودیو هستن تعدادی، مهران حمیدی، سعید بادله و سحر ترابی. خیلی خیلی خوش اومدید همه دوستان. سعی خواهیم کرد به دوستانی که در استودیو هستن وقت بدیم که صحبت بکنن. زمینه که یادآوری میکنم برنامه به صورت در حقیقت لایف هست. ما لینک رو به اشتراک گذاشتیم، اگه دوست داشتید روی لینک کلیک کنید به برنامه بیاید. الان میبینم آناهیتا هم داره برنامه رو نگاه میکنه. آناهیتا جان اگه دوست داشتی میتونی به برنامه بیای از طریق لینکی که گذاشتیم و در برنامه شرکت کنی. آتی جان اگه موافق باشید. آره میلا جان، لطفاً این دوستایی که تو استدیو بودن، من فکر میکنم یکی از دوستامون خیلی وقت منتظر هستن. این آره، ممنونم، سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدین، شاد باش میگم روز جهانی آتئیست رو. تریبون برای شما، بفرمایید. مهران جان اگر صدا رو میشنوی به استودیو خوش اومدی. صدا تو ما نداریم، باید صدا تو باز کنی. نمیدونم مهران الان هست. خب میلا جان میخواین یه دوست دیگر بیارین؟ آره مهران حالا فعلا باشه. سحر الان به جمع ما اضافه شده. سحر ترابی، سحر جان سلام، خیلی خوش اومدی. درود بر شما، روزتون بخیر. خوبی؟ سال نو رو به همه تبریک میگم، روزتون بخیر. سلام به همگی، روز آتئیست رو به همه دوستانمون در خارج از ایران و حتی در داخل ایران تبریک میگم و امیدوارم که بتونیم روزی بیاد که بتونیم همه ما صدامون، تصویرمون خیلی راحت، خیلی واضح بتونیم بیان کنیم خواسته های دلمون.
مرسی، مرسی از اینکه اومدین، مرسی از پیام زیباتون، مرسی از حضور گرمتون. یعنی من فکر میکنم این خیلی برای همه چی مهمتره. مرسی از همه چی. اینو گفتی که سحر، گفتی که حتی مردم داخل ایران، اغلب به ازاد، من فکر میکنم آتیستای فارسی زبان هم داخل ایران هم. بله دقیقاً، ولی متاسفانه میلاد عزیز، متاسفانه میدونیم که ماها نمیتونیم داخل ایران هیچ گونه صحبتی داشته باشیم دقیقا به دلیل شرایط جمهوری اسلامی، ولی کن ما از همینجا، از همین تریبون صدای اونها میشیم. بله واقعا، بازم ممنون که به برنامه ما اومدین، به برنامه خودتون در واقع، یعنی واقعا تریبون اکس مسلم نهاد اسکاندیناوی واقعا تریبونیه که برای به همه بچه هایی که آتئیست هستن، خردگرا هستن، اینجا خونه خودشونه و هر وقت خواستن میتونن بیان که پیاماشون رو بگن، صحبتشون رو بگن. مرسی سحر عزیز. من فقط یه سوال از سحر دارم. سحر جان، حالا قبل از اینکه نکته پایانی بگی، امیرم اومد، سلام میکنم به امیر اصغری و دوستان دیگه من در استودیو میبینم که الان میان و میرن، چه ترافیکی شده تو استودیو ما، چه خبره؟ امیر جان لطفا سوالتون رو بپرسین. آره، سوالی که من دارم اینه که در کشور سوئد به عنوان یک زن آتئیست، به عنوان یک دختر آتئیست هستی، یکم از تجربیاتت بگو. مردم سوئد، جامعه سوئد، آیا مثلا تو رو به عنوان یک زن آتئیست، یک زن اکس مسلم که از کشور ایران اومدی، میپذیرن؟ رفتار مثلا خوبی دارن یا نه مثلا برشون عجیبه، ندیدن، نشنیدن؟ نه خیلی راحتم. من به عنوان یک زن، به عنوان یک آتئیست در داخل کشور سوئد خیلی 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 راحتم. ولی ما همه میدونیم که داخل ایران زنان، LGBT ها، آتئیست ها، غیر و غیره، متاسفانه هیچ جایگاهی ندارن. به امید اون روز که بتونیم همه ما راحت صحبت کنیم، به امید اون روز که بتونیم همه ما زنان راحت باشیم داخل ایران. من صدای همه زنان هستم، صدای همه LGBT ها هستم، صدای همه آتئیست ها امروز هستم. امروز روز ماه در واقع. مرسی سحر جان، بازم ممنون. من فقط دوباره تاکید میکنم چون الان خودم بر موبایلم خیلی پیام گرفتم که لینک رو بچه‌ها پیدا نمی‌کنن. دوستان لینک رو ما در کانال تلگراممون داریم، تو فیسبوکمون گذاشتیم، خیلی به راحتی لینک رو از اونجا میتونید انتخاب پیدا کنین و وارد استودیو بشین. مرسی سحر جان، سلام میکنم به امیر عزیز. مرسی سحر جان. سلام میکنم به امیر عزیز. امیر جان خیلی خوش اومدی، روز آتئیست رو به شما هم شاد باش میگم، تریبون برای شما، بفرمایید. خیلی ممنون عطیه جان، سلام عرض میکنم به تو، به میلاد، به سحر و تمام در واقع همقطاران ما و یا بگیم آتئیستان، و این روز رو من هم تبریک میگم به تمام فعالین آزادی و برابری، فعالین آتئیست. خب پیام من امروز حالا اینه که خب یک سال توی شرایط بدی هستیم، در کرونا هستیم، یک سال بیشتر. امیر جان ما صدای شما رو یه خورده بد داریم، الان یکم صدای قطع و وصل میشه. آره صداتون خیلی قطع و وصل میشه. بریم مجدد دوباره بیای، من فکر کنم صداتون خیلی قطع و وصل. مرسی مرسی سحر جان، من شما رو میبرم پایین که دوستان دیگه ای رو بیارم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. ممنون، مواظب خودت باش. خب میلا جان، من میخوام که تقاضا کنم که لطفی شما بکنین، ما در این روز جهانی آتئیست بچه ها میخواستیم که یاد کنیم از تمام خردگرا و آتئیست هایی که در زندان هستن و چه در زندان های رژیم واقعا جنایتکار اسلامی کشته شدن به نوعی. یاد میکنیم از علیرضا شیر محمد علی که به طرز وحشیانه‌ای به دست عوامل رژیم در زندان کشته شد. من خواهش میکنم که میلا جان الان لطفاً ویدیو علیرضا شیر محمد علی رو برای ما پخش کنید و بعد از دوستانمون دوباره بخوایم که صحبت کنن. آره دوستان، فقط من یه توضیح بدم چون یادتون هست، علیرضا شیر محمد علی متاسفانه زندانی آتئیستی بود که به درجات حکم سب و نبی داشت و توسط عوامل جمهوری اسلامی در داخل زندان چاقو خورد و متاسفانه کشته شد. ما امروز که صحبت میکنیم علیرضا رو نداریم، جای بسیار تاسف است. به نظرم کشته شدن علیرضا این پیام رو میده که چقدر مهم هست که ما آتئیست‌ها با یک پلتفرم مشخص فعالیت بکنیم، همین روز مثل روز جهانی آتئیست رو جشن بگیریم و سعی بکنیم آتئیسم رو نرمال شده، البته نرمال تر بکنیم در جامعه و بر اساس حقوق
فعالین آتئیست از حقوق زندانیان سیاسی آتئیست دفاع بکنیم. این ویدیو رو ببینیم دوستان، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. علیرضا شیر محمدعلی جوان آتئیست، شجاع و مبارزی که در عنفوان جوانی دست به آگاهی مردم از طریق افشاگری‌هایش از فسادها و جنایت‌های جمهوری اسلامی زده بود را سال گذشته در زندان فشافویه با قصد و نیت از پیش تعیین شده مزدوران جمهوری اسلامی با ضربات چاقو به قتل رساندند. این در حالی است که علیرضا برای اعتراض به رعایت نکردن اصل تفکیک زندان نیز زده بوده و مسئولان زندان با قول دادن به او علیرضا را موافق به شکستن اعتصاب قضا کردند. علیرضا شیر محمدعلی به دلیل بیان حقیقت‌ها و نداشتن آزادی بیان در ایران دستگیر به 8 سال حبس تعریضی محکوم به جرم توهین به رهبری، توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام شده بود، که البته به ضرس قاطع باید گفت که جرم علیرضا نه تنها جرم نیست بلکه مایه مباهات یک ملت است. قتل علیرضا شیر محمدعلی توسط جمهوری اسلامی نمونه دیگر از هزاران جنایت جمهوری اسلامی است. خیال باطل جمهوری اسلامی این که فکر می کند با سرکوب و حذف فیزیکی چنین مبارزان و مخالفانی می تواند هرچه بهتر، قویتر و سرکوبتر ادامه حکومت دهد. در حالی که مبارزات بر علیه اسلام و جمهوری ننگین اسلامی هر روز بیش از پیش بیشتر سازماندهی شده تر و نهاد یافته تر با وجود جوانانی همچون علیرضا که تعدادشان در ایران و تمامی دنیا کم نیست، استوارتر و قویتر ادامه می‌یابد. زیرا دیگر جوانان نیز بر گفته علیرضا صحه گذاشته که در زندان گفته بود نه طعم آزادی چشیده ایم که از زندان بترسیم و نه زندگی در سرزمین تحت ستم نمایندگان خداپندار آنقدر جذاب است که تحمل ذلت را به مقاومت در برابر ستمگران ترجیح دهیم. مردم آزاده ایران هرگز جنایات 41 ساله جمهوری فاسد اسلامی را نفراموش می کنند و نمی بخشند، بلکه در پی دادخواهی علیرضا شیر محمدعلی ها و حق طلبی و مبارزه می زند. با وجود امثال علیرضا شیر محمدعلی ها مفتخریم و در سطح دنیا به خود میبالیم که چنین جوانان بی‌پروایی داریم که حتی صدای خود را از اعماق سیاه‌چاله های زندان های ایران به هر طریقی برای افشاگری و رسوایی جمهوری اسلامی به گوش جهانیان میرسانند. و امروز در سالگرد کشته شدن علیرضا شیر محمدعلی عزیز، جوان، شجاع، آگاه و مبارز، ضمن بزرگداشت یاد علیرضا و همدردی مجدد با خانواده‌اش اعلام می‌داریم نام و یاد علیرضا نه تنها فراموش نمی‌شود، بلکه امروز کمتر کسی است که بداند دست جمهوری اسلامی به خون علیرضا شیر محمدعلی آلوده است. ممنونم، یادش گرامی علیرضا شیر محمدعلی. خب اینجا من دوستان زیادی رو میبینم. من فکر میکنم میلا جان اجازه بدیم که این دوستمون که خیلی وقت بود منتظر بودن، مهران عزیز، تریبون برای شما. مهران جان بفرمایید. خیلی ممنون، سلام میکنم به همه دوستان. روز جهانی آتئیست و به همه مبارزان راه آزادی، برابری و افشاگری علیه ادیان سامی، ادیان ضد زن و تفکرات خرافی، تفکراتی که هوموفوب هستند، تفکراتی که مخالف هر گونه انسانیت، برابری هستند و در دنیای امروزی، در دنیای مدرن امروزی جایی ندارن. من این روزو به همه کسانی که سال گذشته با هیولای اسلامگرایی و اسلام سیاسی مبارزه کردن، با تبعیض، بی‌حقوقی، ستم، هوموفوبیا، زن ستیزی، استثمار، استبداد و در برابر اون ایستادن، من به عنوان یک فعال حقوق کویرها از ایران میخوام اینو بگم که مبارزه با مذهب جزی از مبارزه برای آزادی، برابری و انسانیت و هر کسی که میخواد در راستای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و دیگر جریانات اسلامی که در کشورهای مختلف، در عراق، افغانستان، در ترکیه، در اخیراً می‌بینیم چه
واقعا بلوای این اسلامگراها به پا کردن. این مسیر مبارزه از مسیر مبارزه با مذهب میگذره، از مسیر مبارزه با اسلام سیاسی میگذره. ما از این مذهب، از اسلام سیاسی زخم خوردیم، ما مورد تبعیض قرار گرفتیم، به ما توهین کردن، ما رو نادیده گرفتن. اما ما با صدای رسا میخوایم اعلام کنیم که ما هم تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونمون با شما مبارزه میکنیم و میایستیم و اجازه نمیدیم که افکار خرافیتون، افکار ضد انسانیتون رو به ما تحمیل کنید. من این روزا به همه عزیزان و همه کسانی که دارن به هر طریقی، چه با حتی سبک زندگیشون، چه با شیوهی که دارن زیست میکنن و هر راهی که به هر حال توانشونه مبارزه کردن، این روز تبریک میگم. این روز بعد روز اتحاد ما باشه و امیدوارم بتونیم اسلام سیاسی رو، جریانات اسلامی رو و این جریانات لومپن واقعا عقب مونده رو بتونیم از صحنه سیاست، از صحنه جامعه و حتی دخالت در زندگی شخصی افراد مختلف، زنها، کودکها، کویرها، رنگین کمانیها، LGBTها و همه اینها حذف کنیم. بازم من این روز رو به همه تبریک میگم و امیدوارم امسال هم سال سرنگونی جمهوری اسلامی و سال تضعیف تمامی جریانات اسلامی باشه. ممنون مهران جان، ممنون از پیام گرم و صمیمیت، ممنون از اینکه در برنامه ما بودی. میلا جان لطفا سریع. من یه نکته فقط میخوام بگم، خیلی خیلی به نظر من نکات مهمی رو گفت مهران. این سوال رو میخوام بپرسم که چرا همجنسگرایان، LGBTQ ها، رنگین کمانی ها به قول معروف باید به نظرت در رابطه با آتئیزم فعالیت بکنن؟ یعنی ما الان خب به صورت مثلا در سوئد که من زندگی میکنم، ما به درجات فعالین رنگین کمانی رو میشناسیم که اتفاقا حالا خودشون هم چپ تعریف میکنن و غیره، برای حقوق رنگین کمانی ها مبارزه میکنن، ولی مثلا اسلام پناه هم هستن در کنارش. یا مثلا میان میگن که کلیسای مثلا نروژ اجازه داده که پناهنده ها بیان با هم ازدواج بکنن، بچه قبول بکنن و غیره. چرا به نظرت باید یک فعال LGBTQ، یک فعال رنگین کمانی آتئیست باشه؟ به خاطر اینه که ما چهره واقعی این دین رو دیدیم. این مذهب اسلام در کشورهایی به خصوص توی مثل ایران، اینها به قدرت رسیدن، حکومت دست اینهای، قوانین دست اینهای، و ما دیدیم که اینها وقتی قدرت میگیرن به چه شدت هوموفوب هستن، به چه شدت جنسیت زده هستن، نرمحورن، مرد سالار هستن و میخوان در همه عرصه‌های زندگی افراد دخالت کنن. و این به نظر من توی ایران جز این میسر نیست، چون دشمن اصلی اسلام سیاسی و حکومت اسلامیه و این به نظر من یک اصل مهم. ما توی ایران نمیتونیم هم مسلمون باشیم هم بخوایم برای حقوق LGBTQ ها مبارزه کنیم، چون دشمن اصلی ما و اون کسی که داره حقوق ما رو هر روز تضییع میکنه و ما رو مورد انواع ستمها قرار داده، ستمهای مضاعف و مختلف، همین اسلام سیاسی، جریانات اسلامی و نظام اسلامی. مرسی مهران. من فقط یه نکته بگم رفقا، برنامه ما به صورت تریبون آزاد هست، ما تا مکسیموم 10 نفر میتونیم توی استودیو داشته باشیم. الان فکر میکنم پیشنهاد میکنم میلا جان، من یه نکته رو بهتون بگم. من پیشنهاد میکنم که دوستانی که صحبتشون تموم شده رو شما پایین ببرین، دوستان دیگه در استودیو باشن. درسته، من میخوام یه حالت گپ و گفتی هم داشته باشه، برای همین سعی باشه آخه وقتمون هم اول دور اولی که دوستان هستن صحبتشون رو بفرماین، بعدن اگر وقت داشتیم حتما به گپ و گفتم خواهیم رسید. من الان سیاوش مدرسی هم داره برنامه رو میبینه. بله مرسی سیاوش عزیز که حضور دارین، ممنون. میلا جان من تقاضا میکنم الان یه لطف بکنیم که یک ویدیویی که مریم نمازی برای ما فرستاده بودن رو منتشر کنیم، ما با همدیگه اونو میبینیم. اگر اجازه بدید ویدئوی مریم هم ببینیم. مریم هم پیام خیلی خوبی داده بود در رابطه با همین روز. ویدئوی مریم رو ببینیم. 3 مارس روز جهانی بی خدایانه. این یک روزیه که سازمان های اکس مسلم و سازمان جمهوری آتیست اعلام کردن به خاطر اینکه ما بتونیم از حق بی خدایی دفاع کنیم. در این روز ما از بی خدایان میخواییم که بیان اگر بتونن در ملأ عام با صدای رسا بیان بی خدایی خودشون رو اعلام کنن و به طور واضح بگن که بی خدایی یک حق پایه‌ای انسانیه
جزوی از حق آزادی اندیشه است، جزوی از آزادی بیان، جزوی از آزادی ابراز عقیده است. و دلیل این روز اینه که خب برای خیلی ها این حق به رسمیت شناخته نمیشه، به خصوص برای بی خدایانی که در جوامع اسلام زده زندگی میکنن یا حتی ازش فرار کردن. و ما میدونیم که در 13 کشور اسلام زده با قوانین اسلامی من جمله ایران، میدونیم که بی خدایی حتی حکمش میتونه اعدام باشه. و خب برای همینم هست که یک روز بی خدا، بی خدایان لازمه که هم بیایم به طور رسانشون بدیم که ماها بی شمارانی هستیم که واقعا خسته ایم از نقش سیاه و مخرب مذهب و اسلام در زندگی مردم، چه در ایران، چه در خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای جنوبی و در جهان. و اینکه بی خدایی یک حق مسلم ماست، ولی مهمتر از هر چی اینی که در این روز هم یادآوری کنیم که تعداد بیشماری از عزیزانمون در زندانن، زیر حکم اعدامن یا تحت شکنجن فقط و فقط به خاطر بی خداییشون، مانند سهیل عربی در ایران. یعنی این روز برای این عزیزانه که ما بگیم که از یادشون نمیبریم، براشون میجنگیم و برای حق بی خدایی مبارزات خودمون ادامه خواهیم داد. مرسی. ممنونم. ممنون میلاد جان. خب اینجا ما تو استودیو فکر میکنم که الان سعید بادله رو داشتیم. میلاد جان رفتن؟ سعید نمیدونم الان هست. آوردمش توی سیدی. سعید جان هستی؟ الان هستش. سعید بادله صدای ما رو دارین سعید جان؟ سعید من فکر میکنم این مقدار مشکل ویدیو داره. خب اگر اینکه صدای ما رو ندارم، ما از فریده جان بخوایم که از صحبتشون رو بکنن. فریده عزیز سلام. فریده، روز جهانی آتیست و شاد باش میگیم بهت. تریبون برای تو، بفرمایید. سلام، منم سلام عرض میکنم به همه کسایی که اینجا هستن و کسایی که این برنامه رو میبینن و 23 مارس روز جهانی آتیست رو به تمام آتیست های عزیز تبریک میگم. امروز روزی هستش که ما با همبستگی و اتحاد میتونیم صدای خودمون رو به جهان و به همه مردم، به صدای ما رو بشنون که ما هستیم، ما وجود داریم و اینکه ما تعدادمون خیلی زیاد هسته. چون که یک زمانی بود من خودم، زمانی که اول خودم اسلام رو ترک کرده بودم، من فکر میکردم که فقط من هستم که اینطوری هستم و اسلام رو ترک کردم، اما بعدها متوجه شدم که نه، فقط من نیستم و ما خیلی زیاد و بیشمار هستیم. خب من خواستم توی این روز یادآور این بشم که به عنوان یک دختر آتئیست که از افغانستان امروز در جمع شما هستم و چرا به این نتیجه رسیدم که میگم خدایی وجود نداره و اسلام رو قبول ندارم و آتئیست هستم. خب از همون جایی که من فمینیست هم هستم و به برابری میان زن و مرد باور دارم، یکی از دلایل هایی که باعث شد اسلام رو ترک کنم این بود که واقعا زنان در کشورهای اسلامی از هیچ حقوقی برخوردار نیستن و همیشه با تبعیض و سرکوب مواجه هستن و زنان در کشورهای اسلامی دائم با مورد توهین قرار میگیرن. و من از کودکی تنها چیزی که یادم هستش این هستش که همیشه در دین اسلام به زنان توهین میشد، زنان رو موجوداتی غیر مستقل توصیف میکنن که همیشه باید تحت کنترل مردان باشن و چه در کتاب قرآن و چه در احادیث دین اسلام و حتی در صحبت‌های ملاها و آخوندها ما دائم اینها رو به طور واضح میشنویم که به زنان توهین میکنن. و خب من همیشه یک سوالی که از خودم میپرسیدم این هستش که اگر واقعا خدایی وجود داره، چرا این تبعیض ها، چرا این خشونت ها که
در جامعه ما هستش رو چرا نمیبینه و چرا انقدر بله من یه سوال بپرسم ازت؟ بله بفرمایید. ببین اولا خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستی. بازم یادآوری میگم دوستان، برنامه گپ و گفته، خیلی روتین برنامه های عادی رو نداره. اگر نکته ای دارید، صحبتی دارید، بپرید وسط حرف همدیگه، بذارید دیالوگ شکل بگیره. نکته که هست اینه که من میبینم توی دانمارک هستی الان، بعد بله. هر موقع که یک ویدئویی میذاری، حالا مثلا روز جهانی زن رو تبریک میگی یا به درجات، مثلا دارید چه ویدئوی آخر تو من داشتی کیک درست میکردی، یه گده میریزن، شروع میکنن فوش دادن، بد و بیرا گفتن، یه گده زیادتری البته تشویق میکنن، خیلی خوششون میاد و غیره. با این جماعت فحاش، با این لومپن اسلامی ها، مهران هم گفت، با این لومپن اسلامی ها چجوری به نظرت باید دیل کرد به عنوان یک دختری که روزانه مورد به درجات همین خشونت ها از طریق همین سایبری ها قرار میگیری؟ خب میلا جان، من یک چیزی که توضیح بدم این هستش که خب جامعه ما چون جامعه مسلمان هستش، خب و برای جامعه ما هنوز این به طور واضح مثلا مشخص و علنی نشده که یک دختری مثل من بیاد و در مورد تابوها و در مورد دین اسلام بخواد صحبت بکنه و مثلا تمام حرفایی که من میزنم رو مسلمون ها به طور مثلا به من میگن که تو توهین میکنی به این با این حرفات به دین اسلام. به خاطر همینم هم هستش که خیلی فحاشی میکنن، خیلی توهین میکنن. اما من فکر میکنم که من باید به هدفم فکر بکنم و این راه رو ادامه بدم، بلکه تابو شکنی بشه و مردم جامعه ما این رو بپذیرن که این توهین کردن و یا صحبت کردن و نقد دین اسلام جزوی از حقوق ما، جزوی از آزادی بیان هستش. مرسی فریده عزیز. من اینجا یادآوری بکنم دوستان که فریده امروز تولدشه، از همینجا تبریک بهش میگیم. امیدوارم که و یه چیزی هم بهتون بگم، فریده میتونم بگم که جوانترین فعال اکس مسلمی که همیشه حضور داشته و به گرمی با ما بوده. مرسی فریده عزیز از پیام خوب و زیبات. تولد تماز مبارک. من یه نکته میخوام بگم اگر اجازه بدید. ببینید من اینو فقط میخوام یادآوری بکنم، چون فریده گفتش که مثلا جامعه ایرانی جامعه اسلامی و جامعه مسلمان هست. ما از یک جوامعی صحبت میکنیم، ایران، افغانستان، عراق، که اینها حکومت هایی در اون کشورها در قدرت هستن که اینا اسلامی هستن. یعنی مثلا من یادمه تو ایران تشویق حتی میکردن به خشونت پسرها رو از طریق رسانه هاشون، از طریق پروپاگانداشون. این که تو مثلا به عنوان یک پسر به تعرض بکنی به یه دختری که حالا مثلا میگه من آتئیستم یا مثلا یه لباسی پوشیده که موازین اسلامی رعایت نمیکنه، از طریق حاکمیت این تبلیغ ترویج میشه و اصلا میگن که اگر تو این کارو نکنی مرد نیستی، مردانگی زیر سواله. میدونی یعنی میخوام چیکار؟ یعنی ولی در عین حال ما میبینیم که توی مثلا افغانستان و ایران یک عالمه ما آتئیست داریم، ما دخترها و پسرای جوونی داریم که شجاعانه میان میگن ما قبول نداریم اسلامو، این موازی این حکومت رو قبول نداریم و غیره. من نکتم سر این است که حکومت ها اسلامی هست، مردم اسلامی نیستن. ما یه سری مردمی داریم که اسلام زده هستن به درجاتی که بسات حکومت باعث میشه که این افراد آلوده به تفکر اسلامی، آلوده به تفکر مرد سالار بشن، و در کنار اون حکومت های فاسد اسلامی در دنیا داریم، از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان، دولت ترکیه و غیره، که اینها در حقیقت به عامل اصلی خشونت علیه آتئیست ها، دخترها، ال جی بی تی ها و غیره هستند. ممنون. مرسی میلاد از توضیحاتت. فرید عزیز ممنون از حضور گرمت. خب من فکر میکنم که اگر این که دوستان مایل باشن برای این که ما آره ولی خب خودش هم مشکله تصویر داره. سعید جان الان صدای ما رو دارین؟ صدای ما رو داری سعید جان؟ سعید باید میکروفون تو آن میوت کنی. سلام میلاد جان. سلام میلاد جان. سلامتی عزیز. سلام آتیسو به همه بچه ها تبریک میگم و به همه خیراتگرای عزیز تبریک میگم و امیدوارم که بتونیم تو این روز هممون پیشرو باشیم در اون خواسته‌ای که داریم، بتونیم به هر حال موفق بشیم تو این زمینه. و من یه مقدار این بحث شدنم خیلی سخت
سخته، من خیلی حقیقت و وصف میشم و به خاطر همین من یه مقدار ستونه یه مقدار بد برم دیر برم یا ممکنه صدا صحبتم قطع بشه متاسفانه. من اصلا اینجا به همه آتیست های عزیز تبریک میگم و سعید از دست دادیم. مرسی مرسی سعید جان، باز حضور گرمت. میلا جان اگه لطف کنی یکی از ویدیوهایی که برای ما ارسال شده از دوستان رو برای ما بذاری من ممنون میشم. حتما ویدیوی عظیم رو اگه موافق باشید ببینیم، بحث رو با دوستان بله. امیر اصغری هم به ما برگشته، امیر جان خیلی خوش اومد. بله ویدیوی عظیم رو ببینیم، عظیم مطور. خدا ناباورم، من به نوبه خود روز جهانی بی خدایان را به تمام خدا ناباوران عزیز تبریک میگم. من این روز روز کسانی میدانم که بدون باورهای مذهبی زندگی میکنند، روز کسانی که خدا و مذهب را خرافه میدانند، روز کسانی که تفکر و علم را به خدا و مذهب ترجیح میدهند و روز همه آزادی خواهانی که از زیر یوغ مذهب رها شدند. من یک بی خدا هستم و در جامعه زندگی کردم که مذهب اسلام از بد و تولد همراهش بوده، به نوعی مسلمان زاده، و در انتخاب مذهب و خدا هیچ نقشی نداشتم. اما به تدریج وقتی به وجود خدا شک کردم به دنبال جواب سوالایی گشتم که در ذهنم میگذشت و به خدا ناباوری رسیدم. به این رسیدم که من حاضر نیستم خدای جلاد، دروغگو، ظالم و تبعیضگر داشته باشم. خدایی که مصلحت میداند فقر بی‌حقوقی رو گسترش میده و سرمایه رو برای سرمایه‌داران افزایش میده. من منتظر حکمت خدا نیستم، بلکه در پی به زیر کشیدن خدا هستم که موجب تمام تبعیض‌های به وجود آمده است. تبعیض سیاه از سفید، زن از مرد، پولدار از فقیر و خدایی که هیچ گونه نقشی در زندگی انسانها ندارد. و من امیدوارم که روزی برسد که دست مذهب از زندگی تمام مردم دنیا کوتاه بشه و بی مذهبی و بی خدایی نه تنها جرم نباشه، بلکه به صورت آزادانه، به طور آزادانه در جهان گسترش پیدا کنه. زنده باد تمام خدا ناباوران دنیا. خب ممنون، مرسی از عظیم با پیام خوب و صمیمیش. میلا جان میشه لطفاً الان، من فکر میکنم که امیر عسکری خیلی وقتی که تو استودیو هستن. امیر جان تریبون از شما بگم. خوش اومدین. من فقط یه نکته بگم، من یه نکته بگم عطیه جان. فرمی. نکته فرمی. جزیره که عظیم از همراهای ماست. من خواستم تشکر کنم، تو سال گذشته خیلی از پستای ما رو شیر کرد، تو برنامه ما شرکت کرد، امروز هم برامون ویدیو فرستاد، کاش میتونست بیاد تو استودیو. ولی دمش گرم عظیم عزیز، تو یک سال گذشته خیلی خیلی به نهاد ما کمک کرده. امیر عسکری خیلی خوش اومدی. ممنونم امیر جان. تو صدات هنوز هم همون جوریه، حالا اشکال نداره، ما صدات خیلی بده ولی صدات مثل آدم آهنی. من یه نکته بگم، ممکنه مشکل از هدفونتون باشه، از هدستتون مشکل باشه. شاید من عوضش هم میتونم. میخواین اون رو عوض کنم؟ اونو درار امیر، اونو اون هدفون تو درار، ببین که درست میشه یا نه. در این حال دوستانی که ساکت هستن، من الان آنایتا رو میبینم، شتای عزیز رو میبینم که اومده، خیلی خوش اومدین. سلام خوب هستین؟ سلام. کی میخواد صحبت کنه؟ شتا سلام. آره شتا رو صحبت. شتا عزیز بله بله خیلی خوش اومدی. باید باش میگیم روز جهانی آتئیست رو به تو. تریبون از شما بفرمایید. سلام و درود بر شما عطیر و میلاد عزیز و تمام هموطنان عزیزم. تبریک میگم اول سال نو به تک تک شما. امیدوارم سالی پر از موفقیت همراه با آزادی ملت ایران باشه. سوم تبریک میگم تولد خانم فریده رو، امیدوارم 100 ساله باشین، عمر طولانی با عزت داشته باشین. و روز جهانی آتئیست رو به همگی تبریک میگم، به همه خدا ناباوران تبریک میگم و به تمام هموطنای عزیزی که داخل ایران هستن ولی زیر فشار و خفقان جمهوری اسلامی ایران نمیتونن
حرف بزنم و سکوت کردن، به اونها هم تبریک میگم. من اینجا میخواستم یه بحثی رو در مورد خانم فریده صحبت کردن، گفتن که در کشورها و حکومت‌های اسلامی بود باعث شد که من خدا ناباور بشم. من خودم به شخصه میخوام بگم که خانم فریده شما این رو از حکومت اسلامی دیدین، من خودم از قرآن دیدم. من زمانی تا سال 1390 تقریبا فکر کنم 10 سال پیش نماز میخوندم، مسجد میرفتم، چون از این خانواده مذهبی به دنیا آمده بودم. خب به واسطه فعالیت‌های حزب، چون من کرد هستم، تو منطقه ما حزبای سیاسی وجود دارن، با یکی از حزبای کمونیست اینا که آشنا شدم، اونجا بود که من یکی از دوستان به من گفتن که اصلا بشین یه بار قرآن رو بخون، اگه قبول کردی من به تو ایمان میارم. اونجا بود که وقتی نشستم قرآن خوندم، تازه فهمیدم چقدر تبعیض جنسیتی توی قرآن هستش، چقدر توهین شده به زنها و زنها را تحقیر میکنن. اونجا بود که من آتئیست شدم و اکنون نزدیک 10 سال افتخار میکنم که آتئیست هستم. بسیار عالی. من افتخار میکنم که آتئیست هستم. ما توی لیگیم، توی کمپیم. من میتونم یه نکته بگم؟ بله حتما فریده جان، بگو. من کاملا با حرفای شما موافق هستم و من حرفاتون رو قبول دارم. من دقیقا حرفام یه کمش مونده بود، ولی خب من توی صحبتهام نوشته بودم که در خود قرآن هم و در احادیث و در صحبتهای ملاها و آخوندها این توهین ها هستش و من فکر میکنم ما آتئیست ها، حداقل ما خانوم ها، تجربیات نسبتا نزدیک به همی داشته باشیم در این مورد. آره حتما فریده جان، دقیقا همینطوره که فریده و شتا گفتن. انقدر تو کسانی، من فکر نمی کنم که چه زن چه مرد، کسانی باشن که در کشورهای اسلام زده زخمای کوچک و بزرگی از اسلام نخورده باشن. بچه‌ها مرسی از هر دوتون، واقعا عالی بود، ممنون از پیامتون. شتا عزیز اگه حرفای شما تموم شده، ما با هم دیگه بریم و یه ویدیو ببینیم. خواهش میکنم. مرسی میلا جان، ممکنه ویدیوی سوویدا رو برای ما منتشر کنیم؟ لطف میکنی. مرسی. همگی، من سوداوه عباسی از خانواده و فعالین اکس مسلم، روز جهانی آتئیست رو به همه تبریک میگم و از تجربه خودم به عنوان یک مسلمانزاده اجباری که آتئیست شده صحبت میکنم. هر زمان که فکر میکردم خدایی وجود داره که خالق و کنترل تمام اموم رو به دست داره و تمام علتها و بود و نبودها و شدن نشدنهای زندگی من دست اون هستش، من در یک چارچوب نابخردانه تمامی احساسات خودم رو سرکوب می کردم که این باعث عدم رشد و تکامل من می شد. در واقع هیچ خدایی وجود نداره. اگر خدایی وجود داشت و عدلی وجود داشت، این همه گرسنه و این همه ستم دیده و این همه سربوریده شده در دنیا وجود نداشت. خدا ساخته تمام ذهن انسانهای ترسو و ضعیفی هستش که برای تمامی شدنها و نشدنهای زندگیشون دنبال علت و معلول میگردن. هر آن چیزی که طبیعت بی آزار من رو زیر سوال میبره نامحترمه و باید اون رو توف کرد. ای کاش به جای تمامی آشغالهایی که توی ذهن ما از خدا و ادیان شکل گرفته و توش وجود داره، جای اونها رو به عقل، خرد و دانش و بینش بدیم. خواست خدا، توسل، توکل به موجودی ماورایی، حکمت خدا، تمامی این واژه ها از شما انسانی ترسو و ضعیف می سازه. انسانی که در یک چارچوب قرار می گیره و تمام ذهن اون سرشار از خرافات و کنترل همچنین سرکوب احساساتش میشه و اون انسان هیچ وقت در زندگی رشد نمیکنه، کینه توز میشه، خشمگین میشه، تمام وجودش رو سرشار از خشم میگیره و یک انسان منتظر که همیشه منتظر دست های نجات دهنده هستش، به جای اینکه در به درون خودش رجوع کنه، به جای اینکه به توانایی های خودش مراجعه کنه و تمام خوب و بدی ها رو از خودش شروع کنه و در خودش پیدا بکنه، منتظر نجات دهنده خیالی هستش. برای ساختن خود واقعیتون و احساسهای واقعیتون تلاش کنید و همه آشغالهایی که به خوردتون داده شده رو از خودتون دور کنید. در جامعه مدرن امروزی درک و شعور و خرد و عقل شما برای زندگی و تعامل اجتماعی شما کفایت میکنه. به امید روزی که هممون در صلح، آرامش، برابری
فارغ از هر خدا و هر دینی در کنار هم دیگه باشیم و لبخند بزنیم و پیشرفت کنیم. باشد که شما هرچه بخواهید بگویید، بر مسلک ما ناروا عیب بجویید، گر اندکی در جهل خرافات بماندید، از عقل خرد و قلب نیک مدد بجویید. عجب شعری خوند سودابه. مرسی سودابه عزیز. از فعالین اکس مسلم هستن و فعال حقوق LGBTQI ها. مرسی میلا جان. خب من بگم سودابه یه گروه تلگرامی هم داره در رابطه با در حقیقت همین هم رنگین کمانی ها، اکس مسلم های LGBT فعالیت میکنه. اون گروه هم حالا دوستانی که برنامه رو میبینن میتونن عضو بشن، ادمینش در حقیقت سودابه هست. حسین آریان خیلی خوش اومدین. بله آناییتا رو داریم تو استودیو. سلام آناییتا، خیلی خوش اومدی. شاد باش، میگیم روز جهانی آتئیست و به تو دیوون از تو بفرمایید. سلام میکنم به همه دوستان، میلاد، عطیه، فریدا و بقیه دوستان. همینطور تبریک میگم روز جهانی اتئیست و خیلی خوشحالم که بین همه شما هستم. میتونم خیلی بدون هیچ ترسی بگم که کافر هستم، اتئیست هستم، اکس مسلم هستم و آزادانه میتونم اعتقادات خودم رو از این تریبونی که شما در اختیارم قرار دادین فریاد بزنم و همینطور همه رو دعوت کنم که به ماها بپیوندن. نکته‌ای که میخوام اینجا بگم، دوستان در مورد این صحبت کنم که خب ما هممون الان دوستان خیلی صحبت کردن در رابطه با اینکه ما هممون از یه جامعه‌ای داریم میایم که بهمون دین تزریق شده. خب قبل از اینکه اصلا بیایم به مفهوم خدا برسیم، به خاطر به این دلیل هممون ضد مذهب هستیم و مبارزاتمون در راستای همین ضد مذهب بودن پیش میره. و اینکه خب خیلی ها هستن که خب در هر صورت کاری ندارن، اونو میگن ما ضد مذهب، ما مذهب قبول نداریم، اسلام قبول نداریم، ولی خب هیچ عملی هم انجام نمیدن. و خیلی هم این نکته داره، یعنی خیلی این حرف داره گفته میشه که ما میخوایم احترام بذاریم به بقیه اعتقاداتی که بقیه افراد دارن. من از همین تریبون میخوام بگم که به دلیل ظلمی که اسلام در حق ما کرده و این همه سال حقوق ما ازمون گرفته شده، من میخوام بگم که نه، من وای میسم جلوی اسلام و هر دین دیگه تا جایی که بتونم نقدش میکنم. نمیخوام این مفهوم احترام گذاشتن رو قاطی کنم با اینکه نمیتونم اونو نقد کنم و این میدون رو بهشون بدم که بتونن پیشروی کنن و بتونن با زندگی نسل‌های بعدی هم بازی کنن و اینقدر خرافات رو به جای آگاهی و خرد به مردم تزریق کنن. و از همه هم میخوام از همینجا تا میتونن به چالش بکشن دین رو و آزادانه و خیلی شجاعانه اعلام کنن که اتئیست هستن، دلایل خودشون رو بیارن صحبت کنن. بیشتر از همه هم این که حالا غیر از این که در رابطه با مذهب هم بیایم صحبت کنیم، در رابطه با وجود خدا، این که اصلا چرا اصلا وارد شده، وارد جامعه ما شده، حالا بماند قرآن و احادیثش و پیامبران و اصول سازی که توی طی این تاریخ برای ما کردن، دلایل علمی که حالا هر کسی با توجه به اون توانایی خودش میتونه ارائه بده که بقیه رو در واقع ذهنشون رو آگاه کنه که برن به سمت اینکه یک ذره. میدونم که تعداد اتئیست‌ها خیلی زیادن تو ایران و نمیخوام بگم که الان ما کمیم، ولی به نظر من هنوزم باید ماها آگاهیمون انقدر بیشتر بشه که دیگه کنار وای نستیم و به اعتقاداتمون رو فقط برای خودمون نگه داریم. و به این اعتقاد دارم که اگر به مفهوم واقعیش برسیم، قطعا کسی اجازه نمیده که میخواد مذهب و این خرافات
پیشروی کنه. فکر کنم زیاد مرسی آنایتا. من یه چیزی بگم میلاد جان. مرسی آنایتا عزیز، خیلی ممنون. من در پیرو به صحبت آنایتا میخوام بگم که واقعیت اینه که انسان ها محترم هستن، آدم ها محترم هستن، عقاید احترام ندارن و مخصوصا عقاید جنایتکارانه هیچ احترامی ما براشون قائل نیستیم. عقیده ای که 5 بعد از ظهر جلوی مدرسه سر یک انسانی رو میبره تو روز روشن فقط به خاطر اینکه محمدشون توهین شده و کاریکاتورش رو کشیدن، ما هیچ احترامی براش قائل نیستیم. میلا جان بفرمایید. من می‌خواستم بگم که پیرو صحبت آنایتا خیلی مهمه که آتئیستا این رو بدونن که بر اساس اول حق ماست که آتئیست باشیم، دوما ما طلبکاریم، ما متعرضیم، ما سعی می‌کنیم دنیا رو به شکل تغییر بدیم که کسی به خاطر تفکرات دینی یا به خاطر تفکرات غیر دینی مورد آسیب و حمله قرار نگیره. به همین دلیل خیلی خیلی مهمه که بیایم بیرون حرف بزنیم. من به هر صورت کسی که اکس مازلم هست، کسی که دختر هست، کسی که LGBT هست بیاد بگه که من از مذهب گذر کردم، از اسلام گذر کردم، صحبت بکنه و به این شکل ما بتونیم یک اتحادی بین آتئیست ها به وجود بیاریم، دنیا رو به شکل تغییر بدیم که آتئیست ها تحت فشار قرار نگیرن و آتئیسم به رسمیت بشناسن. البته این رو هم بگم تا حد زیادی در غرب به خصوص این اتفاق افتاده. ما باید سعی بکنیم سازوکاری رو فراهم بکنیم که در کشورهای اسلام زده خاورمیانه از جمله ایران و افغانستان و عراق و غیره این سازوکار پیاده بشه. اگه به حسین آریان پیام وقت بدیم که صحبت کنن. من یه چیزی به شما بگم میلاد جان. میخوام ببینم که امیر عسکری صداش درست شد یا نه. امیر خیلی وقت توی استودیوه. امیر جان صدای ما رو داری؟ مجددا آره یه تست عالی، صدات عالی شد. خیلی خوب شد امیر. عالی. امیر جان مشکل از برازرم بود. من میرم پایین تا رفیقمون صحبت بکنم. نه امیر جان شما بفرمایید. بذار بس امیر صحبت کنه بعد به حسین آریان هم. بله امیر جان تریبون از شما بفرمایید. بله خیلی ممنون. مجددا فکر کنم صدام رباتی اومد، دوباره بگم که روز 23 مارس رو، روز جهانی آتئیست رو، به شما و تمام مبارزین راه آزادی و برابری، مبارزه در شما مبارزین راه خلاصی از در واقع خرافات تبریک بگم. این قضیه که در واقع آتئیسم چه نقشی در جهان امروز داره، مخصوصا در جهان طبقاتی که الان شاهدش هستیم، که دین ابزاری هستش که توسط حالا حکومت‌های نه فقط ایران بلکه کل سیستم سرمایه‌داری جهانی داره استفاده میشه و خب باید از این خلاص شد و راه خلاصی از این هم در واقع مثل همون قضیه هستش که چطور در کشورهای مختلف ما شاهد پروپاگاندای مذهبی هستیم، ما هم باید پروپاگاندای فرهنگ، پروپاگاندای اون دید دیالکتیک، اون دید واقعی که در زندگی وجود داره رو باید انجام بدیم. یک سال گذشته یک نکته‌ای هم که در این رابطه باید حائز اهمیت بهش توجه کرد اینه که توی سال گذشته کرونا درسته که خیلی ها رو کشت و یعنی البته که این هم عامل اصلیش، من خودم و خیلی از حالا فعالین چپ این رو در واقع محصول در واقع سیاست‌های سرمایه‌داری می‌دونیم که موجب افزایش کرونا شد، ولی این کرونا موجب این شد که از دهه اولی که در مشخصا در ایران در واقع دکانداران مذهبی داشتن تبلیغ میکردن که با ادرار شتر یا روغن بنفشه و مسائل اینچنینی و اصلاح دین در واقع اون فرهنگ میگن طب اسلامی که هیچ ربطی به طب نداره میخواستن وارد مبحثش رو داشتن باز میکردن، الان بعد از یک سال، بیشتر از یک سال میگذره و این حرف ها نه تنها تموم شده بلکه اون بخشی از جامعه که باور مذهبی داشت، با خرافات داشت زندگی میکرد، به نکاتی رسیده که یعنی در واقع به لحاظ اثباتی
به لحاظ علمی این دیده میشه که جامعه حتی اون بخشی که مذهبی بوده روگردان شده، واقعیت علم هستش، واقعیت دید درست به طبیعت هستش. حالا برای اینکه ما این رو خب در چارچوب طبقاتی تعریف میکنیم، در واقع دین همواره ربط مستقیمی داره به حاکمیت، دستگاه حاکمیتی که داره حکومت میکنه. دین و ناسیونالیسم برادر هم هستن در سیاست هایی که الان چه در کشورهای اروپایی هم شاهده این هستیم، نه فقط ایران. و خب این وظیفه ما به نظر من فعالین آتئیست، فعالین در واقع آزادیخواه و برابری طلب، اون فعالینی که سوسیالیسم رو میخوان بیارن، اینه که توی جامعه تنها یکی از راه‌های مهم خلاصی از بست‌های سرمایه و تبعیض، همونطور که مثلا مهران هم صحبت میکرد، این بر بخش‌های مختلف جامعه فشار میاره، راه خلاصی یک بخشیش هم برمیگرده به خلاصی از باورهای مانند دین و مذهب، سیاست مذهبی و اسلام سیاسی. دقیقاً. مرسی امیر عزیز، ممنون از توضیحات شفاف و واضحتون، واقعا ممنون. خب الان ما در این روز قرار شد که ضمن اینکه دوستانی رو داریم که تو استدیو هستن و پیامشون رو آنلاین میدن، یادی بکنیم از عزیزانی که در زندان هستن و عزیزانی که در راه خردورزی و آگاهی رسوندن در این راه کشته شدن و جان باختن. الان ویدیویی رو میخوایم ببینیم از ارسلان رضایی عزیز که هممون میدونیم که چقدر وحشیانه در ترکیه به خاطر آگاهی رسوندنش، به خاطر اینکه یک کانال تلگرامی داشت که به نام خرافت کرده، به قتل رسید. متاسفانه بدون شب مخیر هستن، اما با این حال رژیم بودجه های غیر قابل تصوری و تعلق میده به نهادهای مذهبی. براستی سود این نهادها برای کشور چی بوده؟ آیا جز جهل و خرافات، خشونت، عقب‌موندگی و پسرفت سودی برای ما داشتن؟ آیا جز بی‌آبرو کردن کشور سودی برای ما داشتن؟ بسیار عالی. ویدئوی کوتاهی بود. این توضیح رو من بدم که ارسلان در ترکیه توسط اعیاد جمهوری اسلامی متاسفانه چاقو خورد و چند روز بعدم در بیمارستان درگذشت. نکته که هست اینه که کانال خرافات کرده که خیلی به هر حال تو اون پیامی که سپاه پاسداران منتشر کرد که یه نفر مفسد و زدیم کشتیم بل کردیم، کانال خرافات کرده امروز خیلی قوی تر توسط ادمینی که داره پدرام در حال به هر صورت داره کار خودش رو انجام میده، بیشتر از 10K در اینستاگرام فالوور داره و در اینستاگرام و یوتیوب هم بسیار فعال هست. ارسلان عزیز از ما گرفتن، یادش گرامی، ولی جنبش ما، تفکر ما و صدای ما خاموش نشد. یه بار دیگه یاد ارسلان عزیز گرامی می‌داریم. ممنون میلا جان. من یه کامنتی رو اینجا دارم که اجازه بدین من این کامنت رو بخونم. آقا میرسالاری کامنت گذاشتن که من هم یک آتئیست هستم ولی به این معنا نیست که به چیزی اعتقاد ندارم. من به انسانیت، مهربانی، عشق، صداقت و قدرت خودم باور دارم. مرسی از آقا میرسالاری عزیز. بله. تحمینه اومده تو استودیو، اگه اجازه بدیم تحمینه صحبت کنه ببینیم نظر تحمینه چه هست. تحمینه جان سلام، اگه صدای ما رو میشنوی خیلی خوش اومدی. سلام، درود بر شما. من بیشترم از طریق موبایلم ترای کردم، نشد. متاسف هستم که امروز کامره ما رو ندارین. درود به شما و همین رقم 23 مارس روز همبستگی و جهانی آتیستا را به شما و به تمام عزیزان که صدای ما رو میشنون خجسته باد میگم. امیدوار هستم که روز برسه که ما شاهد دنیای بدون مرز باشیم و همچنان شاهد این باشیم که دیگر از موضوعات چون الله این کارا به من کرد و خدا این کارا کرد و من نمیدانم عیسی مسیح اینه به من داد، نه بلکه مدیون علم و ساینس و تکنولوژی باشیم. با فریده جان و بعد عزیزانی که من اینجا شما را بارها دیدم و شنونده برنامه هایتان بودم، تقدیر و ارج گذاری میکنم از کاری که شما میکنه. امیدوار هستم که بله
مرزا از میان برداشته بشه، حداقل مرز افغانستان ایران، در حد این که زبان ما یکی است و فرهنگ ما یکی است و ای اسلام، چادر اسلام آمد و محدودیت ساخت برای مردم پارس قدیم که امروز قسمت‌های مختلفی که اسمش گذاشته شده افغانستان، بلخ، کابل، تهران و نمیدانم از این حرفا. اگر در بطن قضیه ببینیم، همو پارس سابق غنی از فرهنگ ناز و زیبای خودش بود که اسلام آمد و همه گیره به جان هم دیگه انداخت و امروز پارچه و توده و پار شدیم. یک موضوع دیگرم که میخواستم بگویم، ما زیاد متوجه شدم که دوستای ما که امروز متعلق میگیرن به سرزمینی که اسمش گذاشته شده ایران و منه که از سرزمینی که نامش از بلخ، کابل یا هرچی، همکاری کمتر است. زیادتر نمیبینم دوستای ما که در پروگرامای منه که صدای خود به عنوان زن افغانستان بلند میکنم اشتراک بکنن. من نمیفهم مشکل در کجا است، اما دعوت میکنم و شما را با یک گلاس چای یا کافی که بیاین صدای خود بلند بکنیم، به خاطر از اینکه صدای ما زمان میتونه که مثمر و اثر بخش باشه، که یک جا باشه مثل که امروز است و سیلی محکم با روی تمام او آخوندها، ملا، مولوی و هر آن کسی که امروز شایدش هستم که سرزمین من بیچاره هر روز کشتار است و مادرها از بی‌فرزند میشن، زنها از بی‌زن و بچه بی‌زن میشن و زنها از بی‌شوهر میشن. همین رقم امیدوار هستم که دیگه نگذاریم و همه گیره بگیم. تنها چیزی را که میتونین تعقیب بکنین تفکر و اندیشه و چیزی که میتونین از او سود ببرین به خدای تخیلی و به علایی که فتوای قتل و فتوای دست بریدن و فتوای تجاوز بر زن بیدین که من امروز یک زن بیدین هستم، حکم تجاوز بر من دادم، اصلا نمیتونم بپذیرم با یک انسان متمدن قرن 21 حالا امکان نداره پذیرفتنی باشه. به هر حال خوشحال هستم. من واقعا کیف میکنم صحبت ها اینجوری میشنوم، حقیقتش رو بگم اصلا من انرژی میده بالا. من فقط یه موضوع بگم. ببینید، من پیروی صحبت امیر اصغری و تخمینه عزیز، یه نکته رو من میخوام بگم. باید دقت بکنیم که آتئیسم ما به ناسیونالیسم آلوده نشه. دقیقا همین نکته هم که تخمینه گفت، ما باید این مرزها رو برداریم. ایران و افغانستان یک کشورن، هیچ فرقی بینشون نیست. اتحاد بین ایرانی ها و افغانستانی ها باعث میشه که جنبش ما، صدای ما قوی تر بشه و ما بهتر بتونیم به هر صورت حرف خودمون رو به کرسی بشونیم، حق خودمون رو استیفا کنیم. یه جمله اجازه بدید من بگم. تو همین جامعه سوئد که زندگی من میکنم، یه پروپاگاندای خیلی وحشتناکی علیه افغانستانی های عزیز ما هست. بحثشون هم سر همینه که این جریانات دست راستی به خصوص، که این افغانستانی همشون مسلمونن، همشون محجبن و فلان اینا. یه چهره هم هست اینجا به نام فاطمه خاوری، متاسفانه که فعالیت ارزشمندی البته انجام داده فاطمه، نمیخوام بگم، ولی به غایت فاطمه خاوری اسلامیه و این رو دائم پروموت میکنن. اینو کردن چهره زن افغانستانی، چهره پناهجوی افغانستانی. این چهره باید شکسته بشه به نظر من. یعنی الان امثال فریده یا تخمینه عزیز که هستن و دوستان بسیار زیادی که ما داریم، ابوذر که چند بار سعی کرد بیاد و غیره و نتونست بیاد و خیلی دیگری که من میشناسم تو همین مدت با اکس مسلم کار کردن، اکت سیاسیشون همین که بیان حرف بزنن، نکته نظرشون رو بگن، قطعا کمک خواهد کرد که این جریانات دست راستی ناسیونالیستی و اون به هر صورت چپ، به اصطلاح چپ های اسلام پناه، دهنشون رو ببندن، ما رو ببینن و ما رو به رسمیت بشناسن. واقعا دمت گرم تامینه، مرسی تخمینه عزیز. ما همیشه در اکس مسلم اسکاندیناوی تلاش کردیم که این مرزها رو برداریم و از همه دوستان در همه جای دنیا پذیرا باشیم و میتونم بگم که به نوعی اکس مسلم اسکاندیناوی این ظرف و تریبون رو فراهم کرده که فراتر از همه مرزها همه با هم حرفمون رو بزنیم و همبستگیمون رو ایجاد کنیم. و اینکه برای ما در اکس مسلم اسکاندیناوی قطعا افتخار خواهد بود که پارسی زبانانی از افغانستان، پاکستان و همه جای دنیا با ما همکاری کنن و این اکس مسلم اسکاندیناوی رو تریبون خودشون بدونن. مرسی میلا جان. من یه تقاضا دارم، اگر میشه اون دوستمون حسین عزیز از استودیو فکر کنم رفتن. بله، اگر اینکه لطف کنی، ما یک ویدیو داریم از حسن صالحی که برامون فرستادن، اون رو با هم دیگه ببینیم. باشه حتما. امیر جان شما اگر حال نکته خواستی هر موقع صحبت کنی وقت بگی بیا صحبت کن، میگه حتما تیبون. ولی قبلش بریم از ویدیوی حسن صالحی رو ببینیم، برمیگردیم برنامه رو. سلام دوستان خوبم،
روز 23 مارس به عنوان روز بی خدایان یا آتئیستان نامگذاری شده و من به شدت از نامگذاری چنین روزی استقبال می کنم. حقیقتا اگر تو همه جوامع بشری حق آزادی بیان بی خدایان لا مذهبان به رسمیت شناخته می شد، شاید ما نیازی به چنین روزی نمی داشتیم. ولی همطور که می دونید در کشورهایی که قوانین مذهبی، قوانین اسلامی حاکم هستش، خب حقوق آزادی های فردی مدنی بی خدایان نادیده گرفته میشه، پایمال میشه و بی خدایان با مجازات های سنگینی روبرو هستن. در کشور ایران همین شما میدونید که ما رو همه مسلمان زاده قلمداد میکنن و معنای خارج شدن از دین اسلام یعنی اینکه شما مرتد هستید، ملحد هستید، کافر هستید و جزاتون اینه که خونتون ریخته بشه، ریختن خونتون حلاله و مجازاتتون اعدام هستیش و به این معنا مجازات های سنگینی رو مقرر کردن. الان یه بعضی شده که مثلا فرض کنید یه بابای با میشه، یه فقیه مذهبی، یک نمیدونم فرد مذهبی، یک آیت الله یا هر کسی دیگه از پاکستان یا کشورهای دیگه بلند میشن یا حکمی میدن، فتوا میدن، یک مسلمون، یک نویسنده منتقد مذهب رو در فلان کشور فتوا میدن که بکشید، خونی ریختن خونش حلاله و جایزه بر سرش تعیین میکنن. ما تو زندانهای ایران الان آتیستا رو داریم، نمونه سهیل عربی رو داریم که بالاخره چندین سال این جوان رو شکنجه میدن، اذیت میکنن و هنوز هم آزادش نکردن، هنوز در بنده. کسای دیگه ای که به اتهام توهین مثلا به پیامبر اسلام و نمیدونم این چیزا حکم اعدام بالای سرشون بوده، بعضا اعدام کردن و هنوز هم بعضی از اون افراد در زندان هستن. یعنی وضعیت اینطوریه. بنابراین مهمه که توجه عموم جلب بشه به مسئله اینکه حقوق بی خدایان لا مذهبان باید به رسمیت شناخته بشه و در کشورهایی، در 15 تا کشور هستن که حداقل این حقوق رو به رسمیت نمیشناسن، نادیده میگیرن و پایمال میکنن، لگدکوب میکنن. منتها روز بی خدایان به نظر من روز مربوط فقط به بی خدایان نیست، این روزی مربوط به همه مردم، همه مردمی که فکر میکنن آزادی و حق آزادی بیان حق هر شهروندیه تو هر جامعه ای. یعنی فرق نمیکنه شما مسلمانی یا به خدا اعتقاد داری، به فلان پیرو فلان دین و مذهب هستی یا نه، شما باز وظیفه انسانی هست که بیان بگین از حق آزادی بی خدایان ما دفاع میکنیم و ما نمیذاریم حق هیچ شهروندی نادیده گرفته بشه، پایمال بشه. در کشوری که من زندگی میکنم، در کشور سوئد، شما میبینید که بالاخره تو برنامه تلویزیون من بارا دیدم میارن یه کشیش، میارن نماینده مذهب و خدا باوری و از یه طرف دیگه کسی میارن که بی خداست، نماینده خدا ناباوری، با هم دیگه بحث میکنن فلسفی، علمی، نظری، توریک، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی تو کشورهای مثل ایران، پاکستان، افغانستان تحت عنوان اینکه احساسات مردم جریه دار میشه و فورا حکم اعدام صادر میکنن، ریختن خون فلان فرد مذهبی رو، غیر مذهبی رو حلال میدونن، این بساطی را میندازن، ناایمن میکنن و فضای جامعه رو و از این حرفا. احساسات مردم جریه میشه حرف پوچیه. بگو احساسات او حکومت‌های ظالم فاسد که با اتکاب مذهب دارن حاکمیتشون رو نگهداشتن فاسد میشه، بساط کپابول و به اصطلاح غارت اون کسایی که تحت عنوان مذهب مردم سرکیسه میکنن به اصطلاح کساد میشه. و اوناست که اگر منتقدین مذهب، منتقدین دین، منتقدین به هر حال دستگاه مذهب بهش اشاره میکنن، این بساط با برای همین هم حکم اعدام و کشتن و اینها رو صادر میکنن، حق اونها رو سلب میکنن. بنابراین من میگم که این روز همه باید گرامی بدارن و من این روز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که
مبارزه علیه دستگاه مذهب، صنعت مذهب، علیه خرافات هرچه بیشتر همگیر بشه و ما به یک رنسانس فکری عظیم هم در ایران دست یابیم و پیشروی‌های بیشتری تو این زمینه داشته باشیم. زنده باشیم. ممنون. ممنون از حسن صالحی که مثل همیشه ما رو حمایت کردن. حسن صالحی از فعالین ما هستن و همیشه ما رو حمایت کردن. واقعا ممنون. از فعالین خیلی قدیمی، یعنی جزء بنیان فکرم 13 سال پیش که اکس مظلم تشکیل شده، در حقیقت حسن صالحی جزء اعضای اکس مظلم بوده. عتی جان اگه اجازه بدی کاوش دگر اندیش به جمع ما اضافه شده. کاوش عزیز خیلی خیلی خوش اومدی. عالی، سلام، خیلی خوش اومدی. روز جهانی آتئیست رو بهت چات باش میگیم. تریبون از شما، بفرمایید کاوشا. درود و سلامتی نثار شما دوستان گرانمهر و عزیز. متاسفانه که من از رایانه با شما با تماس هستم، کامره رو نمیتونم باز کنم چون کامره نداره دوربین. 23 مارچ یا مارس را به تمام دوستان ما، به تمام خردمندان، اندیشمندان و دیگر اندیشان جهان خجسته و همایون میگم و امیدوار هستم که انسان‌ها با هر گرایشی که دارن، به خصوص گرایش و عقایدهای مذهبیشان، آتیست ها را من حیث انسان‌های آزاده، من حیث انسان‌هایی که در قید و بندی نیستن، حداقلش بشناسن و ما نیازی به این نداریم که دیگران را دعوت کنیم که بیاین با ما و آتیست شوین و خلاصه اینکه ما مکتبی داشته باشیم و یا کدام اندیشه فکری باشه یا کدام مرجع تبلیغ باشه. نه، انسان‌های آزاده مثل اجداد ما که قبل از اینکه خدا را اختراع کنند در مغاره ها زندگی می کردند، همچنان مثل ما بودند و ساده زندگی می کردند، فقط به علم دسترسی نداشتند، فقط دانششان کمتر از دانش بشر امروز یا انسان هوموساپینس ساپینس بود. در کل این روزا با تمام دوستان خجسته می گم. ممنون کاوش جان، خیلی ممنون که در برنامه ما بودی و پیام گرم و زیبات رو شنیدیم. من اینجا سیاوش مدرسی عزیز رو در استودیو میبینم. سیاوش جان خیلی خوش اومدین، مرسی. مثل همیشه آراسته شد که سیاوش مدرسی خیلی خوش اومدی. مرسی سیاوش جان، مثل همیشه ما رو حمایت میکنید. بفرمایید. خواهش میکنم، من شما رو حمایت نمیکنم، شما منو حمایت میکنید. مشکل نداشتی بیای تو استودیو با این استریمیارد؟ میگم مشکل نداشتی بیای تو استودیو با این استریمیارد؟ سیاوش شما درسه خیلی بدش میکنم. اگه میشه بی مشکل بود عزیز من. شما عزیز در حال اجازه بدیم روز بی خدایی رو تبریک بگم صمیمانه به تک تک عزیزان. دوستانی که صحبت کردن کلی به من انرژی دارید، مخصوصا دوستان افغانستانیمون، و احساس همدلی و همدردی و پشتیبانی عجیبی کردم. خیلی خوشایند بود، خیلی ممنون. این یه وجه قضیه، ولی وجه دیگرش ببینید، من احساس کردم خیلی بحثا رو نقد فلسفی دینه که خیلی خوبه، خیلی بجاست، باید هم انجام بدیم. ولی امروز روز ما با یه حرکت فاشیستی باور نکردنی تو دنیا مواجهیم، با حرکتی مواجهیم، با هر حالا توجیه میخواد باشه، به اسم خداشون دارن دخترامون، مادرمون، خواهرمون، عشقمون، انسان ها دخترها رو میگیرن، میبرن، میفروشن، اسید رو صورتشون میپاشن، نمیدونم تو قفس میندازن. فرخونده اون دختر تصویرش هنوز تو صورت تو ذهن سانچنان نقش بسته که چجوری به قتلش رسوندن تو افغانستان، سر یه یاوه مردک پوفیوز بی شرف بی همه چیزی زری زده. یعنی منظورم اینه که شما با یه جنبش ارتجاعی سیاه و بی نهایت خطرناک ضد بشر روبرو هستید. جمعی که اینجا جمع شدن جمع پرچمداران آزادی عقیده و اندیشه و بیان هستن، به شرطی که به کس دیگه زور نگی، به شرطی که کس دیگه رو وادار نکنی دختر 9 ساله رو بره بهش بگی زن، نمیدونم پسر رو ملک پدر ندونی کشتنش آزاد باشه. ما مبلغ علمی، مبلغ دانشیم، مبلغ آزادی هستیم، مبلغ برابری هستیم، مبلغ یکسان بودن انسان ها هستیم، ولی رسیدن به اینا بدون مبارزه خونین
که شده اونا به ما تحمیل کردن. شما چند نفر شیخ و مشایخ رو میشناسید که آتئیستا کشته باشنش و چند نفر در مقابلش بی خدا زن بچه میشناسید که روزمره دارن به کشتارگاه میرن؟ اینه که پرچم آزادگی، پرچم آزادی، پرچم برابری، برابری زن و مرد، برابری انسان، برابری بشر، فکر، آزادی، به این پرچم بی خدایی چسبیده. بی خدایی یعنی اینا، جنبش بی خدایان یعنی ساختن یک جامعه اینجوری و مبارزه کردن به خاطرش. ما می جنگیم. اینا منطقشون زوره، میذارن آدم ها رو کنار خیابون، سرشون رو میبرن، تو وسط لندن آدم میکشن. قبلا تو افغانستان میگفتن آمریکایی میکشیم، غربی میکشیم، چی رفتن با آمریکایی‌ها صلح کردن، افتادن به جون مردم بیچاره افغانستان، کشتار میکنن، زنا رو ترور میکنن. چرا رفتی خبرنگار شدی؟ این زندگیه که برای این مردم ساختن. با اینا نمیشه با محبت و عشق حرف زد. عشق مرام ماست، دوست داشتن آیینمونه. منتها با اینا باید جنگید. جنگ به معنای جنگ. متشکرم. مرسی سیاوش عزیز، ممنون از صحبت زیباتون و پیام پرمهرتون. میلاد جان اگر اینکه لطف کنی، ما یه دونه ویدیو داشتیم از مهران عزیز، اگه لطف کنی اون ویدیو رو برامون منتشر کنی. مرسی. پیام داریم از ایران، این مسیج از ایران به دست ما رسیده دوست. سلام، من یک همجنس‌گرای آتئیست از ایران هستم. روز جهانی آتئیست روز مبارزه با مذهب، اسلام‌گرایی و استبداد و استثماره. من به عنوان یک همجنس‌گرای آتئیست که در ایران مورد بی‌حقوقی، ستم و تبعیضات مختلف از سمت نظام ضد انسانی جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و اسلامی هست روبرو بودم. یکی از راه‌های مبارزه با ستم و بی‌حقوقی که بر جامعه ایران، بر زنان، کارگران، همجنسگرایان و کویرها وارد میشه، مبارزه و افشای چهره ضد انسانی مذهب و اسلام سیاسی هست. این روز روز مبارزه هست، روز مبارزه با خرافات، جهل و استبداد. روز جهانی آتئیست رو از ایران به همه آتئیست های دنیا تبریک میگم. ممنون واقعا، مرسی از همراهان خوبمون از ایران که اینطور با ما همکاری میکنن و حمایت خودشون رو میرسونن. واقعا ممنون. میلا جان من فکر میکنم توی عذرخواهی میکنم، من البته تو سخنهای آقای میلاد گفتم میتونین بیاین بالا صحبت کنین. بله. من یادبی من رو بله شتا جان، نه خواهش میکنم، نه شتا جان خواهش میکنم، بفرمایید. یک سوال داشتم از حضار، این که مارس هست روز جهانی آتئیست، میلاد جان به همه دوستان آتئیستم و خردگران شتا جان یه چند لحظه حتی جان ببخشید. آیا یک فرد آتئیست میتونه تو اونجا باشه؟ من این سوال برام همیشه تو ذهنم بوده. یک فرد آتئیست میتونه تو اونجا باشه یا نه؟ آیا آتئیست بودن حتی مرد داره؟ چیه؟ ببینین الان ما مسلمان تندرو داریم، میانه رو هم داریم. خب من این سوال میخوام بپرسم، آیا من آتئیست میتونم یه فرد تندرو باشم یا نه؟ این سواله برام که میخوام دنبال جوابش باشم، که میخواستم از شما بپرسم اگه امکان داره جواب بدین. یا به نظرم از سیاوش مدرسی این سوال ما میتونیم بپرسیم اگر. بله بله، دقیقا سیاوش مدرسی رو ما در استودیو داریم. سیاوش جان اگر ممکنه سوال شرطا رو شما جواب بدین. متوجه شدین سوالشون رو؟ بله بله، فکر میکنم دقیقا سوالشون هم فکر کنم از من بود، احساس میکنم، یعنی شاید فکر کردن که من خیلی تون روی کردم. نه حالا شوخشکار نده. نه آقای مدرسی سلام و ارادت، اصلا منظور من این نبود، این سوالی بود که مدت ها تو ذهنم بود، به خاطر اون بود. من از من بوده یا نبوده سوال خیلی عالیه.
مشکلی نه. من به نظر سوالتون خیلی بجاست. ببینید تندروی یعنی چی؟ اول باید من خودم رو قانع کنم که بفهمم تندروم. یعنی من میگم هرچی مسلمونه بگیریم خفه کنیم، یا یکی اینجوری میگه، خب من جلوش وای میسم، میگم غلطه. چرا؟ من طرفدار آزادی عقیده و اندیشه و بیانم، یعنی ایشون میتونه حرفشو بزنه. پدر من مسلمان بود ولی کاری به مامانم نداشت که دکولته میپوشید یا من دوست دختر داشتم یا خواهرم مینیجوب میپوشید یا دوست پسر داشت. برای خودش نماز میخون، میخواست بره بهشت، خیر پیش. یعنی منظورم اینه که کسی آزادی یعنی اینه که احترام به فرد. عطیه خیلی قشنگ گفتن آزادی، من برای تو احترام قائلم آقای مسلمون، هرچی. جیب مردم رو حق نداری خالی کنی، حق نداری یک روز تو زندگیت کار نکردی، یک روز اینا کار نکردن، نمیدونن کار یعنی چی. اصلا اون لباس و قیافه و سر و وضع کشیش و خاخام و ملا و پاپ و چه میدونم بودیست و نگاه کن، اینا میتونن به اون لباس کار کنن؟ دمپایی، همون دمپایی میپوشن. خب من میگم اینا لاشخورن، اینا مفخورن، اینا رو بهشون را به قول مارکس راهنماییشون کنیم، کار شرافتمندانه کنن، برن بیل بزنن، مهندس شن، دکتر شن، چه میدونم یه غلطی بکنن. جیب مردم رو زدن اولین بیسیکش اینه، ضد انسانیه، تندرویه. ما طرفدار کندرو کردن همه این در مقابل تندروها نمیشه. کاوش هم جواب بده این سوال رو دوستان. فقط بگم بعد از سیاوش عزیز نوبت بدیم به کاوش که صحبت کنه. سیاوش هم بفرمایید. بله الان تموم میکنم، ببخشید. فقط بحث من سر اینه، ببینید تو مبارزه با اینها چون من دیدم تو صفحه بخصوص دوستان افغانستانی سر کو سر با کی؟ من بیام به طالبان بگم یا به خامنه‌ای بگم آقا عطیه آدم انسانه، این خانم آقا انسانه، تو حق نداری اصلا، چه کاره ای؟ تو چرا پول کار نمی کنی؟ نه اینو بهش بگم منو میکشه. ببینید من بهش بگم من از دیرت رفتم بیرون، میشم محدور الدم، یعنی خونم واجبه. بچه بودم افتادم معذرت خواهم تو لگن، یه داغ زدن در کونمون که تو مسلمونی، اون یکی یهودیه، یکی جهوده، این یکی نه چیه، اون یکی چیه، این داغی که سابه عوض میخوام گله ها به حیواناشون میزنه و دیگه بخوایم از این بری بیرون میکشنه. خب این تندرو کیه؟ من میگم در مقابل اینا منطق بوسه کاری پیش نمیبره، منطق حضرت عیسی. عمیقا به این معتقدم، تمام زندگیم هم جنگیدم باشون. باید بجنگیم، باید متحد شیم، باید متشکل شیم، باید پاکشون کنیم. جارو نمیشه زد خونه رو با عشق، جارو گرد و خاک هم داره، باید پاک کرد، تمیز کرد، برای زندگی، برای لبخند، برای لبخند برای دخترمون، پسرمون و انسان ها. امیدوارم جواب داده باشم. مرسی. ممنون سیاوش مدرسی عزیز. من پیرو به صحبت های سیاوش مدرسی این رو بگم که واقعیت اینه که دوستان خردگرا بودن، آتئیست بودن، ضمن این که آدم تو خونه خودش در کنج عزلت خودش فقط خردگرا باشه و آتئیست، نمیتونه دنیای پیرامونش رو تغییر بده. برای اینکه بتونیم به یک دنیای بهتری برسیم و برابری و یک جامعه سالم دست پیدا بکنیم، قطعا باید خردگرا باشیم و مبارز باشیم تا بتونیم پیرامون خودمون رو تغییر بدیم. مرسی واقعا شهت عزیز از سوال خوبت. میلا جان اگر لطف کنی ما اجازه میدید متین خالدی صحبت کنه، اجازه بدید متین خالدی صحبت کنه، چون متین در رابطه با کلاب هاوس برنامه بعدی ما بلافاصله بعد از بلافاصله این چند ساعت بعد از اینکه به متین برمیگردیم. ایلا جان به متین برمیگردیم. متین در متین جیمه، نمیتونه باشه. متین جان تیرمون از شما بفرمایید. سپاسگزارم. سر من رو دارید؟ بله. بله بله، روز جهانی آتئیست رو بهت شاد باش میگیم متین جان. خیلی خوش اومدی. بفرمایید. سلامت باشید. هم شما گرم. گفتم سلامت جسم در کنار سلامت روی باید باشه. گفتم از جیم بیام. میکروفونتو بگیر بالا، این میکروفونتو یه مقدار بگیر نزدیک دهنت چون من میشنم ولی صوت خیلی ضعیفه. اوکی، خواستم که فقط شاد باش بگم سلامت روح و جسم رو در کنار هم داشته باشین. از باشگاه اومدم خدمتتون.
شاد باشی از بکنم زمین اینکه امشب تقریبا بعد از این برنامه 8:30 رو وقت تهران یه برنامه داریم تو کلاب هاوس، یه برنامه خیلی خوب و خفنه، شاهین نجفی هم حضور داره اونجا به همراه میلاد نشتایی منش و بقیه دوستان. امیدوارم که حضور داشته باشیم با قدرت در بهار خردگرایی، بهار زندگیمون هم هست. امیدوارم که موفق بشیم در همین هم خیلی کوتاه اومدم عرض کنم. آقا دمت گرم، مرسی متین جان، مرسی که حضور داشتی در برنامه ما. البته من یه چیزی بگم متین جان، ساعت‌ها در ایران تغییر کرده، 6:30 اروپای مرکزی میشه ساعت 9:30 وقت ایران. آره دوستانی که از ایران هستن 6:30 برنامه در کلاب هاوس هست و هم به وقت ایران میشه 9:30 شب ایران. مرسی متین جان. میلا جان یک ویدیو ما داشتیم از سمانه ناطقی، اگر لطف کنی اون رو برای من منتشر. من الان ویدیوها رو هیچ کدوم دسترسی بهش ندارم چون یه ریستارت باید بکنم. اگر اجازه بدی کاوش صحبت کنه که من ویدیوها رو مجدد بگیرم. بله باشه حتما. کاوش جان تریبون از شما بفرمایید. صدای ما رو داری کاوش؟ بله با مهمانان عزیز درود مجدد. خب بانوی عزیز پرسیدن در مورد آتیست میانه‌رو و آتیست تندرو و مسلمان میانه‌رو و مسلمان تندرو. خب در کل میفهمین که در سوره مائده آیه 44 الله عربستان یا الله عرب گفته که با من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. سه تا آیت، آیت 44 سوره مائده، آیت 45 و آیت 47 گفته هر کسی که یک حکم ما را قبول نکنه ظالم هست، کافر هست، فاسق هست. پس مسلمان میانه رو نداریم ما در اسلام. فردی اگر میخواد بگه ما مسلمان میانه رو هستم، ظالم هست، فاسق هست و کافر هست طبق آیات قرآن. به طور مثال در قرآن آمده که سوره نساء آیه 24 گفته بالای زنان نامسلمان تجاوز کنین. خب اگر تو بگی که من میانه رو هستم الان نمیخوایم بالای زن نامسلمان تجاوز کنم، پس تو کافر هستی، پس تو ظالم هستی. ظالم بودن تو در اسلام به این معنی که تو نمیخوای بالای زن نامسلمان تجاوز کنی. این است آیین اسلام و این است مسلمان واقعی، مسلمان میانه رو وجود نداره. و سوره قمر آیه 50 هم برام داخله کردم. فکر میکنم سوال بانو این بود که من من ایس یک آتیست میتونم تندرو باشم این گونه اگر پاس بده. من فکر میکنم اجازه بدیم که کام جان صحبت بکنم. من ببخشید که مداخله کردم. من برای بانو اینا میخوام بگم که من در هر زمان بازم انسان هستم. آخه تنها چیزی که در وجود من تغییر کرده اون یک خدا را باور ندارم. دیگه میتونم در عین حال یک کار باشه که ناخوش باشه با من جدی صحبت بکنم یا تندرو شوم یک کمه، اما تندرویی که امر قطع و امر تجاوز و امر من نمیدانم چور و دست بریدن و قطع کردن رو نمیدونم، ولی جدی میشم قهر میکنم شاید هم از این حرفا آدم ها. اما تندرویی که هم چیزایی که در قرآن آمده نه اونگونه نمیباشم. منظور من این بود که ما باید فراموش نکنیم در هر زمان در هر شرایط بیدیم بادیم انسان هستیم. زیاد چیز در وجود ما تغییر نکرده، فقط چیزی که تغییر کرده خرافات نمیپذیریم و میتونیم در عین حال قهر بکنیم. بعضی آدم ها از ما قدر توقع داره تو چون بیدین هستی این گونه نباید باشی. هلو من انسان هستم و انسان زیر تاثیر شرایط قرار میگیره. یک نفر من یک حرف میزنه که اون حرفش دوست داشتنی به من تمام نمیشه. عکس العمل از خود نشان میدم، عکس العمل من میتونه تا اندازه تندروگونه باشه، اما من در عین حال بازم یک بیدین، یک آتیست، یک انسان هستم و هم میتونم انسان مهربان باشم. توقعات بیش از حد از انسانایی که دین تر کرده تا حد مرگ است بر ما، بخصوص به مایکی که میگه تو بیدین هستی، تو نباید، تو باید. من از این باید ها و نباید ها خسته شدم، برای همین دین تر کردم و دین ندارم. ممنون دارم. ممنون تحمین عزیز، واقعا درست میگه تحمینه و من میخواستم پیرو هرمان عدی جان عذر میخوام. مهران هم مثل که میخواد جواب بده، وقت گرفته بود توی پرایویت چت. اگه اجازه بدی مهران جان بفرمایید. من هم میخواستم بعدن حرف بعد از مهران آنایتا. مهران بگو. مرسی. اون قسمت رو تحمیل جان گفت. من یه نکته دیگه که گفته نشده بگم که مسلمان میانه رو اصلا ما چجوری هست. من بر اساس چیزی توی جامعه میبینم. اولا اینکه ما خب دنیا میایم چون پدر مادر مسلمان داریم بهمون میگن مسلمان، این یک. چون حق انتخاب که بهمون ندادن، یعنی چون شناسنامه ای ما مسلمانی، این یک. اما حالا میانه رو اینها چه جوریه؟ یعنی ما افرادی میبینیم واقعا مسلمان هستن اما میانه رو به معنی اینکه یک سری از قوانین رو قبول ندارن. یعنی این به نظرم نشون میده چقدر دین اسلام یک دین ضد انسانی
یه حالت وحشیانه است که هر چقدر شما از این قوانین اینو قبول نداشته باشی میانه روی، یعنی اینقدر، یعنی هر چقدر شما از دین فاصله میگیری و به سمت انسانیت و به سمت انسانگرایی، به سمت احترام به بقیه انسانها، به سمت احترام به زنها اینها میری، شما میانه رو میشی. اینو من میخوام اینجوری بگم، یعنی هر چقدر شما از این دین فاصله بگیری، درستش اینه که شما وایسی و بگی من کلیت این مجموعه رو قبول ندارم، اما باز هم انسانهایی که بخشهایی از این، یعنی برایشون اصلا قابل پذیرش نیست، یعنی مثلا واسهش سنگسار قابل پذیرش نیست، یعنی اصلا انسانیتشون رو قبول نمیکنه. این واسه اینه ما افرادی رو میبینیم، یعنی حالا دوچار دوگانگی هستن، دوچار این که به هر حال یک سری تاثیراتی داره دیگه، مثلا مذهب با خودش یک سری حمایتهایی داره، خانواده، اقتصاد، فلان و اینها. اما میخوام میگم اون مسلمان میانه رو هم که میبینی به خاطر اون اثرات فاصله گرفتن از اون دین ضد انسانیه، وگرنه خود مذهب خیلی کارش خرابه، واقعا یک چیز واقعا وحشیانه است. ممنون مهران جان از توضیحاتتون. میلا جان اگه لطف کنی یک ویدیو برای ما پخش کنی از سمانه ناطقی ممنون میشم. نوبت آناهیتا بود تا اونجا که من یادمه، اگه آناهیتا هم صحبت کنه چون قبلش وقت گرفته بود، بعد بریم سراغ ویدیو. خب آخه من میکنم بحثمون خیلی طولانیه در زمینه بس بس یه ویدیو آناهیتا جان یه ویدیو ما پخش میکنیم بعد چون بچه ها در استودیو هستن، بچه ها رو داریم در استودیو. ممنون، اجازه بدید. روز آتیست رو به همه آزاد اندیشان، همه خدا ناباوران تبریک میگم. امیدوارم که در سال جدید تمام زندانیان در بندی که به سبب عقایدشون، به سبب اندیشه و آزادی خواهیشون در زندانهای مخوب جمهوری اسلامی هستن آزاد بشن و هیچ کدوم از اینها میسر نمیشه مگر با عبور از دین. و شاد باش میگم به همتون، خیلی خوشحالم از این که در این جمع حضور دارم ولو با این ویدیو. روز آتئیست مبارک. مرسی از سمانه ناطقی عزیز که پیامشو برای ما فرستاده، ممنون. آناهیتا جان شما بفرمایید، تریبون از شما. ببخشید من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط خواستم یه دو نکته رو بگم. اولا من فکر میکنم در رابطه با این موضوعی که بچه‌ها صحبت کردن اصلا مقایسه ای نمیشه وجود، یعنی مقایسه کرد اتیست تندرو رو با مثلا مسلمون تندرو رو، چون یه اتیست تندرو هیچ وقت نمیاد قتل کنه یا جنایت کنه و اساسا اینا نمیتونه با هم دیگه مقایسه بشه. و یه موضوع دیگه که دوست دارم با هم دیگه، چون بچه ها همه جمعن میتونن بقیه هم از تجربیات ما استفاده کنن در موردش صحبت بشه و رفت دارم دقیقا به این موضوع، اینه که خیلی ها عنوان میکنن که کسی که اتیسته اخلاقیاتش بر اساس چیه، پایبنده به چه چیزهایی و این حالا این اخلاقیاتش رو از کجا میاره. و خیلی ها شاید متهم میکنن به این که خب پس شما به چی اعتقاد دارین، چجوری زندگیتون رو پیش میبرین، ارزشاتون بر اساس چه چیزی هستش. و حالا تو ذهنشون اینجوریه که حتما باید یک کتاب یه چیزی باشه که به ما دیکته کنه که این اخلاقیات رو اینجوری پیش ببریم. و همین میخواستم دوستان نظراتشون رو بگن که فکر میکنم چون نکته خیلی مهمیه و ما همیشه متهم میشیم در رابطه با این موضوع که خب اتئیست پس چون که اعتقادی به هیچ چیزی نداره پس انسان نمیتونه باشه و نمیتونه ارزشی برای بقیه قائل باشه. نکته خوبی بود آره آناهیتا، نکته خیلی خوبی بود. دوستان هر کس در این زمینه اگر اینکه صحبتی داره میتونه میکروفونش رو باز کنه و نظرش رو. من صحبت دارم حتما. فقط قبلش جاوید گفته که لینک رو بفرستید. جاوید عزیز اگه به صفحات ما در فیسبوک، اینستاگرام یا کانال تلگرام ما مراجعه بکنه اونجا لینک هستش، میتونید لینک رو از اونجا در حقیقت داشته باشی. امیر عسقری و سحر ترابی هم پنج گرفتن، اجازه بذار دوستانمون صحبت کنن بعد من حرف بزنم. اول امیر بعدم سحر. امیر جان بفرمایید. خب در مورد این که باور نداشتن و این در مورد این، خب ما باور نداریم به این مفهومی که به چیزهایی که در واقع علمی نیستش،
یعنی ایدئالیستیه و اینا باور نداریم. یعنی این نیستش که این ارزش و این چیزی که به وجود آوردن به عنوان حالا مقدسات یا ارزش یا این تمام این حرفایی که شما باور ندارین به چه چیزی باور دارین، خب اینها بحث‌هایی هستش که ریشه در طبقه اون سیاست طبقاتی سرمایه‌داری داره، نه اینکه فقط بسته به بعد فلسفیش باشه. از بعد فلسفی هم خب اگه بخوایم بررسی کنیم، خب چیزی که باور نداریم به علم، خب ما باور داریم و خب به اون چیزی که واقعیته توی در واقع آتائیسم حالا برمیگرده فقط به حالا ماتریالیسم دیالکتیک بر نمیگرده، به مباحث مختلف برمیگرده که وقتی بررسی میکنیم میاد به واقعیت فلسفی قضیه دست میذاره که اصلا باور داشتن یا باور نداشتن یا اینکه یه ارزش رو به وجود آوردن اصلا چه مفهومی داره. و این ارزش رو خب معمولا دینها، ادیان و اون چیزهایی که میخوان در واقع یک بامبولی از طرف بالا به ما تحمیل شده توسط اکثرا نظامهای سرمایه از تاریخهای دور تا امروز، خب این نقطه مقابلشه. یعنی لازم نیستش که انسان به چیزی باور داشته باشه که حالا بیاد اونو چیز بکنه که شما اینو باور ندارین، به چه چیزی باور داریم؟ خب به علم، به انسانیت، به اون چیزی که ما میبینیم باور داریم. من اینجا هم میخوام من یه جنبندی کوتاه بکنم و از خدمتتون فعلا یعنی فعلا برم تا یه کاری دارم. اوکی میلاد جان، اوکی اداد باشه. امیر جان بفرمایید. میبخشید زیاد طول کشید صحبت من. خب این قضیه که هستش الان روز جهانی در واقع آتئیسم هستش، این خیلی مهمه. ما شاهد اعتراض‌های مختلف در دل جنبش سرنگونی بودیم که خاص‌هایی داره که اسلام سیاسی رو داره کنار میزنه، از خاص نه به حجاب، خاص دخالت نکردن دین، دروس دینی در دانشگاه، اون چیزی که مردم دارن مبارزه میکنن. میبینیم که در بخش جنبش سرنگونی اون قدرت حاکمه اسلام سیاسی که به ما تحمیل شده رو دارن کنار میزنن و این خیلی مهمه توی جهانی که ما الان زندگی میکنیم. حالا در تبعید هستیم و خود منم خب جزو کسایی هستم که به خاطر همین بست اسلام سیاسی مجبور به فرار شدم و اومدم اروپا و خب اینو میبینیم که در اینجا هم مبارزه وجود داشته، هرچند که فاشیسم وجود داره در اروپا، فاشیسمی که اسلام مذهب سیاسی همون کلیسا به صورت غیر مستقیم روی در واقع سیاست‌های اون کشور، روی راسیسم، روی فاشیسم داره تاثیر میذاره به طور غیر مستقیم، چه در بند سیاست چه در بند سرمایه‌داری که واقعا چقدر چپاول میکنن. اینها با این همه پیشرفتی که الان ما میبینیم که جامعه از دین، از دین کنار زد، دین در واقع رسوخش به جامعه کنار زده شده در اثر این انقلاب‌های مختلفی هستش که علیه قرون وسطا انجام گرفته، بعد هم می‌بینیم که انقلاب فرانسه بوده، کمون پاریس بوده و تمام این مبارزات، انقلاب 10 اکتبر و غیره، اینها همش تاثیرگذاره. یعنی در ایران اون چیزی که میتونه اسلام رو، خرافه رو، مذهب رو، فرقی نمی‌کنه، ما اسلام برداریم یه کلاه خاخامه بیاریم همونه در واقع، این بست دین در جامعه توسط کنار زدن و سرنگونی جمهوری اسلامی که میتونه در واقع کنار زده بشه و مشخصا نه به عنوان شعارگونه، چون ما همه چی رو ورسش میکنیم به جمهوری اسلامی، این حکومت سرمایه داری در واقع در ایران باید بیفته و نمایندش جمهوری اسلامی هست. ممنون امیر عزیز از حضور گرمت، مرسی از صحبتات. امیر جان، سحر جان شما میتونید صحبت کنید، نوبت شماست، بفرمایید. فقط بگم امیر دمت گرم، خیلی خیلی خوب و دقیق صحبت کردیم، مرسی امیر. مرسی، خیلی ممنونم، فعلا روزتون بخیر. جان خیلی ممنون. یه مطلب خیلی کوتاه رو میخواستم بگم بر واقع لبران آتئیست‌ها، ما اگه میخواستیم آدم بکشیم، قتل کنیم، اعدام کنیم،
سنگسار کنیم. چرا پس از اون دین ما رو برگردوندیم؟ ما دینمون انسانیته، دین آتئیست‌ها دین انسانیته. ما مخالفیم با اعدام، سنگسار، دروغ و هر آنچه که در جمهوری اسلامی در واقع اتفاق میفته. ممنون سحر عزیز، مرسی از توضیحاتت. سیاوش جان نوبت شماست، بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون سحر، کار منو ساده کرد، مرسی سحر جان. ببینید تو تمام تو بحث بچه ها بود، قرون وسطا دوران خشونت بود، خشونت دین. الان همون چیزی که تو ایران هست، تو افغانستان هست، تو یمن هست. و انقلاب کبیر فرانسه خردگرا بود، رنسانس بود، احیا بود، احیای انسانیت. I think what I am بود، من فکر میکنم پس من هستم. آقا تو فکر نکن به جای من، من خودم شعور دارم، فکر میکنم پس موجودم، نه اینکه چون خدا پرستم. خشونت رو کسی میخواد به نظرم آدرسش رو از ما نگیره. ایران رو نگاه کنه، افغانستان رو ببینه، یمن رو ببینه. فقر و گرسنگی، بچه ها دارن میمیرن، اینا دارن هی خمپاره میزنن برای اینکه عمق استراتژی که اسلام آقای خامنه ای اونجا شفافتر بشه تو معامله. ببینید کی پاشد تو عمل بذاریم جلو رو دوری، رو سفرمون بذاریم کی آدم کش بوده. من اگه اصرار کردم رو اون نکته و هنوزم میکنم، ببینید همین الان تو افغانستان دارن طالبان رو به اسم صلح به مردم مسلط میکنن. یه زالوی مثل زلمای خلیلزاد و ترامپ و این یکی و اون یکی توافق کردن همه اصلا اون دولت مولت رو بدین تحویلشون، زندونی یا تروریست ها رو آزاد کنین. اونا هم دارن صبح تا شب، دوستان افغانستانی میدونن، زن میکشن، زن خبرنگار میکشن، زن فقط تو سیبلشونه. مردم بیگناه افغان رو برای اینکه بگه من صلح دوستم. خب این صلحه؟ اینجوری صلح به دست میاد؟ باید به مردم تو افغانستان گفت دارن صلح ایجاد میکنن. نه، صلح دوست تو این دنیا فردیه مثل سحر، فردیه مثل تک تک شماها که به خاطر انسانیت، به خاطر عشق به انسان، برابری، از اون کنده شدین، از این عقیده فاشیستی. جالبه، تازه طلبکار هم هستن. من یه دفعه با یه مسلمان حرف میزدم، میگفت نه اونا تندرو هن. گفتم میشه یه بار به من نشون بدی که مثلا شارلی عبدو رو زدن، ترور کردن، کشتن، شما ریختید تو خیابون، تظاهرات کردید، گفتید این اسلام نیست، آخه چرا صداتون در نمیاد؟ وقتی این وقت میاد چرا تظاهرات نمیذارید؟ ولی به محض اینکه میگن حجاب اجباری نباشه توی مدارس فرانسه، یه دفعه میریزی تو نای واو الا حقوق بشر رفت. مثل اینکه دختر بشر نیست، دختر بچه. میگم سرتاپای این کارنامه رو نگاه کنید دوستان، جواب خیلی ساده است. ما هیچ چیزی نداریم جز کارنامه. آیا شما دیدین یک آتئیست، یک نفر از این جمع بره بگه فلان نویسنده قرآن رو، چون قرآن رو نوشته، محمد رو باید کشت، امثالش که ریختن تو این دنیا؟ مگه ما مخالف حکم اعدام نیستیم؟ مگه طرفدار آزادی بی قید و شرط بیان نیستیم؟ مگه پرچم آزادی، برابری، انسان دوستی رو فکر، ذهن، روح تک تک شما نوشته نشده؟ ما نوشته نشده، مردم به سکوت کشانده شده نوشته نشده. جواب ما به اینا ساده است، ما آزادی خواهیم ولی گول نمیخوریم، نمیگیم صلح یعنی طالبان. متوجه این فقط اصرار دارم روی متحد شدن، مبارزه کردن و همصدایی. متشکرم که بهم وقت دادید. ممنون سیاوش عزیز. تخمینه جان شما میتونید صحبت کنید، بفرمایید. بسیار زیاد تشکر امایدای عزیز و دوست داشتنی، بسیار سوال خوب مطرح کردی. این سوال بسیار زیاد کلیدی است، به خاطر از اینکه من منایس یک کسی که به نمایندگی زنان افغانستان صحبت کرد و بار بار از من این پرسان شده که تویی که آتیست هستی منبع اخلاقیات چیست؟ من برش چی میگم؟ منبع اخلاقیات آگاهی، دانش و اختیار است که ارتباطش در دین نیست. من چون صدای من چرا پرازیت پخش میکنم؟ نه اینکه مشکل به من یا مشکل در کجاست؟ خب بعضی دوستان باید میوت کنم، من چند نفر رو میوت کردم. ادامه بده تخمینه جان. اوکی.
آنایتای عزیز، اگر بر از اونا بگویی، هم هر کی ازت سوال میکنه و دیگه عزیزان که صدای منو میشنوه، اگر برش بگویی که بیا ما دینه، با خودت مرور میکنه در کجای دین اختیار است، در کجای دین دانش است و در کجای دین منظورم ریلیجن آگاهی است که شما میگین منبع دین ما اخلاقیات است. نخیر، منبع دین هم میتونیم بگیم اکتسابی است و هم ذاتی یا درونی. منبع دین نه، منبع اخلاقیات. من میگم منبع اخلاقیات در درون خودم از سلول های عصبی که در مغز ما است، به ما سیگنال میده که تخمین تجاوز بر کودک اشتباه است و این اکتسابی را من به اساس تجربیات فرگشت صورت گرفته متوجه شده که دین اخلاقیات نمیاره. اخلاقیات در وجود ما انسان ها نهفته است که بر اساس تجربه و بر اساس چیزی که در وجود ما انسان ها است متوجه شدیم که در دین اسلام در داخل مسجد تجاوز میشه. امروز من بی دین این کارو نمیکنم، من میگم این اخلاقیات نیست. اما مسلمان میگه نه خیر، اینجا خداوند یا الله ملا را امتحان میکنه و همین یک پروسه امتحان است. اگر منظور الله از این کارش امتحان بندگانش باشه، کودک 12 ساله یا کودکتر از این چی را باید به خدا حساب پس بده که تجاوز صورت میگیره و تمام عمر کودک با اختلالات روانی دست و پنجه نرم بکنه؟ به خاطر چی که در آوان کودکش بدترین ضربه را از مولای مسجد دیده و این تنها در مسجد نیست، در کلیساها هم است که از کودک ها استفاده جنسی میشه. یک حرف ما در دسته ما که دوستای زیاد است، همین سوالات زیاد پرسان میکرد که اگر ما دین ترک بکنیم پس اخلاقیات ما گویا از بین میره. نخیر، انسان در ذاتش موجودات اجتماعی و همچنان در این حال اخلاقیات در ذات ما است. من منعیس یک کسی که 21 سال دارم، 22 سالم میشم، متوجه این هر حرف میشم که تجاوز بر کودک، بر زن، بر هر چیزی که مخالف خواستش باشه اشتباه است، در حالی که دین این اجازه را میده. دین اسلام اجازه تجاوز نه، حالا ازدواج کودک 9 ساله را میده، رسمی شمرده، مثل که جنگ تجاوز. دقیقاً تامین جامعه به خاطر چی تجاوز است؟ من میگم میلاد عزیز که بین اهل تصنع و اهل تشیع یک اختلاف نظر است. اونا میگن نخیر، اهل تصنع اینگونه، اهل تشیع اینگونه. اگر در بطن قضیه ببینیم سر عایشه در 9 سالگی تجاوز از طرف محمد صورت گرفته. از نظر من محمد یک پدوفیل بوده، فقط کار که بلد بوده استفاده جنسی، و به مردمش آن زمان میگفته بکشین و کشته شوین تا اینکه برای خدا کار خوب کرده باشین و هر قدرم که زنا را غنایم دیدین سکس بکنین و تجاوز بکنین تا که شمشیرتان برنده تر باشه. سو انایتای نازنین، این دین نمیتونه منبع اخلاقیات باشه. همین رقم اسلام کپی پیست شده مسیحیت است و از همین رقم از بالا آمده. به ما هیچ کدام ادیان اخلاقیات نداره که ما بشینیم بگیم اوکی ولای که ما اسلام را ترک میکنیم یا عیسویت را ترک میکنیم پس اخلاقیات ما کجا شد؟ اخلاقیات در ذات خود ما انسان ها هست، ما در وجود ما. مثلا من اگر متوجه شم میگم من جان مشترک با گل لاله دارم، من چطور میتونم انسان خشن باشم؟ من جان مشترک با گوریل ها دارم، با میمون ها دارم، من نمیتونم انسان خشن و انسان دیگرایی که تای دست باشه را سرش ظلم بکنم یا تجاوز بکنم. اگر متوجه بشی یک حرف دیگه هم میزنم باز حرفای من کوتاه میکنم. مسلمان ها میگه محمد گفته که به مادرتان احترام بکنید. محمد فقط به مادر مؤمن و مسلمان گفته احترام بکنید. اگر محمد میگفت که تمام انسان ها به مادرانتان احترام بکنید، من میگفتم باشه، اینم آقا یک حرف درست حسابی هم زده در تمام عمر خود، اما این گونه نگفته. محمد گفته تنها به مادران مؤمن احترام بکنید و جنت زیر پای مادران است. من نمیفهمم که اگر دقیق ببینیم که که میگه جنت زیر پای مادر است، یک فلسفی دیگه داشته که زیر پای مادر خدا بین. چون محمد یک انسان بی اندازه به سمت جنسیت زنان زیاد علاقه داشته، به مخاطر زنان زیاد داشته و از زن استفاده میکرده و از این حرفا. خلاصه اگر این بحثا رو ما زیاد ادامه بدیم خوب میشه که حداقل دوستایی که تازه دینه تر کرده نگویند که قسمت اخلاقیات ما پس چطور شد. اخلاقیات در بطن انسان ها نهفته است طبیعتا. بعضیا سیقلش میده، بعضیا سرش کار میکنه. من امروز متوجه هستم که دین اسلام که طرفدار دیسپوریدن و دیسقطع کردن و پاقطع کردن است، این یک کار درست نیست. میگه مجازات خود باید ببینم، بر علاوه اینکه مجازات نمیبینه، دوست یک بیماری روانی به نام کلپتومانی داره، باید او تشخیص داده بشه به خاطر اینکه جلوگیری شوه، نه اینکه دستش قطع بکو پایش هم قطع بکو سر روان خود از اون نفرم تاثیر میکنه. کودکاش هم عقده ای بار میاد، میگه چرا باید پای پدرم قطع بشه و دستش هم قطع بشه، چیزی که اسلام گفته. نه امیدوارم که حرفای پراگنده نبوده باشه. و مرسی
ممنون تحمین عزیز، بسیار شیوا، رسا و مفید صحبت کردی. خب من مهران رو نداریم در استودیو، درسته؟ من یه چیزی بگم، یه نکته کوتاهی بگم. بله بله بفرمایید. من مینا رو گفتم بیاد، خیلی سریع اومده و باید بره، اگر که تریبون رو بهش بدیم که صحبت حتما. مینا عزیز سلام، مینا عزیز روز جهانی آتئیست رو به تو شاد باش میگم، تریبون از شما، بفرمایید. سلام، سلام میکنم به همگی، همه دوستای عزیزم. من به نوبه خودم روز جهانی آتئیست رو به همه فعالین خدا ناباور تبریک میگم و امیدوارم که همه انسان‌ها و آدم‌هایی که توی ایران تو بند خفه کننده جمهوری اسلامی با اون افکار و عقاید هست زندگی میکنن به زودی رها پیدا کنن. مرسی مینا عزیز، مرسی از این که در برنامه ما حضور داشتی و پیام خوب و گرمت رو به ما دادی. ممنون مینا جان. میلا جان، من نوبت مهران بود، من مهران رو در استودیو نمیبینم. مهران رو از دست دادیم. آره مهران از آره مهران رو نداریم در استودیو و من فکر میکنم که ویدیوهامون رو هم تا اینجا یک ویدیو داریم که... سعید بادله اگر اجازه بدی اون. آره ممنون میشم، ممنون میشم منتشر کنین. اگر اجازه بدید. مرسی از شما عطیه عزیز و میلاد عزیز و همینطور آناهیتای عزیزم که من رو ممنون. به این کنم. مرسی مینا جان، مرسی عزیز. از خودت، مرسی از خودت مینا جان. قربانتون، مرسی. سلام، امروز 23 مارس هست، روز جهانی آتئیست رو به همه دوستان آتئیستم و خردگران تبریک میگم و امیدوارم که همه بتونیم صدای خودمونو بتونیم از هر نقطه ای از جهان به صورت رسا به گوش جهانیان برسونیم و خواسته خودمونو اعلام کنیم بدون هیچ ترس و ابهامی، بتونیم چهره خودمونو نشون بدیم و فریاد بزنیم که ما آتئیست هستیم و خردگرا هستیم و به هیچ چیز واهی و وحی و به صورت خیالی هیچ اعتقادی نداریم. زنده باد آتئیست، زنده باد اکس مسلم اسکاندیناوی، زنده باد خردگرایان. ممنون از سعید بادله که مثل همیشه همراه ما بودن، ممنون واقعا. خب میلا جان اگر شما نکته ای دارین برای جمع‌بندی بفرمایین که داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. دقیقاً، اولا میگم سعید بادله از طرفداران پرپا قرص ما هست، جز اولین کامنت هایی که ما همیشه تو همه برنامه های لایو میگیریم از سعید بادل است. دوستان پایان برنامه 3 دقیقه مونده به اینکه برنامه ما تموم بشه. اولا تشکر میکنم از همه تون که تو این برنامه شرکت کردید، خیلی خیلی ممنون که بودید، صحبت کردید، نظراتتون رو گفتید. نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی رو ساپورت کنید، سابسکرایب کنید در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام، به نهاد ما بپیوندید. سعی باید کرد که به هر صورت آتئیست ها با یک پلتفرم مشخص، با یک اتحاد و با یک مبارزه مشخص سعی بکنن که خواسته های خودشون رو به قانون تبدیل بکنن و روزی رو ما به هر صورت شاهد باشیم که اولا مذهب در جهان وجود نداشته باشه و دوما اینکه کسی به خاطر آتئیست بودن، خردگرا بودن مورد ظلم و ستم و شکنجه قرار نگیره. صحبتی نیست. خب من فقط جنبندی خودم رو بگم، منم تشکر میکنم به نوبه خودم، مرسی از همه شما که حضور داشتین، حضور گرم و پرشور داشتین. من فکر میکنم که نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی مال همه ماست، مال شما، من و هممون. خوشحالم از این که در نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی ما یک تریبونی داریم برای تمام افراد با جنسیت‌های مختلف، با از تفکرات مختلف، با سنین مختلف و حتی با شغل‌های مختلف. یعنی اینکه من می‌خوام بگم تریبون اکس مسلم تریبونی شد که خیلی از افرادی که حتی سال‌ها بوده که آتئیست بودن ولی خب تریبونی نداشتن که اون رو مطرح کنن و ما تو برنامه‌های مختلفی که داشتیم مهمان ما بودن و خیلی خوب گفتن که ما خیلی خوشحالیم که از این تریبون می‌تونیم آتئیست بودن خودمون رو مطرح کنیم. اینکه سن و سال کمی هم نداشتن و تجربه زیادی داشتن ولی خب تریبونی رو پیدا نمی‌کردن که آتئیست بودن خودشون رو مطرح کنن. مرسی از همه دوستان، مرسی از سیاوش مدرسی عزیز که مثل همیشه گرم و صمیمی با ما بود.
من فکر میکنم یه دوست عزیز رو تو دقیقا. خب تیریمون از شما سلام، من اسمشون رو نمیبینم میلاد جان. ملیکای عزیز هستن. ملیکا جان خیلی خوش اومدی. سلام ملیکا جان، خیلی خوش اومدی. تیریمون از شما بفرمایید. نمیدونم فکر کنم مشکل اینترنت داره. صدای ما رو دارین ملیکا جان؟ صدای ما رو دارین ملیکا جان؟ فکر کنم چون تو قطاره که من میبینم تو قطاره، احتمالاً از اون ایستگاه هاست که اینترنت خرابه. من حالا قبل از این که امیدوارم ملیکا درست بشه این توضیح رو بدم که ما ساعت 6 بعد از ظهر چیشونیم بله دو ساعت دیگه دو ساعت و نیم دیگه در کلاب هاوس برنامه داریم. متین خالدی از هواداران و سمپات های نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی اونجا در حقیقت ادمین گروه رادیو آتئیزم خواهد بود و اون برنامه رو برگزار خواهد کرد. من هم خواهم بود در اون برنامه. دوستان دیگه هم هستن از جمله شاهین نجفی، وریا امیری و دوستان دیگه هم هستن که این بحث رو به درجات اونجا هم ادامه خواهیم داد. دوستانی که علاقمند هستن حتما در کلاب هاوس برنامه ما رو دنبال کنن. اینم خواستم یادآوری بکنم که تموم نشدیم، ما همچنان نهضت ادامه دارد در کلاب هاوس. بله بله، مرسی از همه بچه‌ها، واقعا ممنون از همه شما دوستان عزیزمون که همیشه همراه ما بودید. میگم من خیلی خوشحالم که رنج سنی‌های مختلف از کشورهای مختلف، بچه‌های افغانستان واقعا باعث افتخاره که با ما همکاری می‌کنن. من تخمین عزیز، من واقعا حالا کاوش عزیز رفتن، من واقعا میگم ما همیشه همه برنامه هامون خیلی مفتخر بودیم که بچه های افغانستان باشن و شرکت کنن در برنامه و دست اونها رو به گرمی میفشاریم. در برنامه های قبلی هم که ما داشتیم، ما چند وقت پیش سمیناری رو داشتیم با بچه های افغانستان در مورد 8 مارس بود و آپارتاید جنسیتی در افغانستان، علل و راهکارهاشو در اون سمینار بررسی کردیم. ممنون از صحبت‌های دوستان افغانمون. واقعا لذت بردم و خیلی خوشحالم که تو جمعشون هستم و اصلا باشون آشنا شدم. مرسی آنایتا جان. بله بچه خیلی آگاه هم. سیاوش جان اگر شما دارین صحبت میکنین میکروفونتون بسته است. اجازه بدین منم تشکر کنم از تک تک بچه، از شما جوانترا، پیرا منظورش من بودم و شما رو تشکر کنم. جدی انرژیزا بود برای من خیلی و حقیقتا خود منم همینطور از صحبتهای عزیزان افغانستانی که هم دردیم و هم جبهه. مشکلی نیست ما فکر کنیم اونا خیلی خوبن یا ما خیلی خوبیم، ما هم دردیم، ما هم مشکلیم و هم جبهیم. خیلی خوشحالم از این بابت، امیدوارم این جبهه روز به روز پت و پهن‌تر، عمیق‌تر و اتحاد وسیع‌تری باشه. یک دشمن، یک مبارزه، اینا دشمن ما، باور کنید دشمن بشریتن، دشمن عقیده هستن، دشمن آزادی هستن، دشمن عشق هستن، هرچی چیز خوب باشه، گل، جنگل، طبیعت، بچه، چه چیز خوبی است که. به هر حال ممنون از محبت شما و خیلی خیلی از تک تکتون منم تشکر میکنم. مرسی از شما سیاوش جان. شتای عزیز و سحر عزیز اگر نکته پایانی دارین بفرمایید. خیلی ممنون عطیه‌شان. منم به نوبه خودم باز این روز فرخنده رو به همه تبریک میگم. امیدوارم که فقط بتونیم صدامونو به گوش جهان برسونیم و آزاد و راحت باشیم. مرسی از همگی، روز همگی خوش. ممنونم. حتی جان بفرمایید. دوستان افغانستان، من واقعا خوشحال شدم از آشنایی با این دوستان عزیز، چون از دیدگاه من وجود این دوستان مثل ظهور امام زمان هستش در کشور افغانستان با این تفکراتی که اینا، یعنی همچین دیدگاهی دارم. یعنی قدرت میخواد، جرأت میخواد که در افغانستان خانمای پاشم بگم من آتئیست هستم. ما میدونیم که خیلی خیلی کشور تندروی هستش افغانستان به نسبت ایران، حتی از نظر حکومتی و از نظر فرهنگی مردماشون تا حدودی تندرو هستن. میگم اینا از دیدگاه من از ظهور امام زمان هستن. خب دیگه جوک امروز هم
دو که امروز اونم شتا گفت و ممنون واقعا از همه عزیزان. مرسی مرسی دوستان. دوستان ما رو همراهی کنید. حرف آخر این بفرمایید. من هم خرسند هستم که بین شما هستم. من بر علاوه که خودم ایکس مسلم فکر میکنم، من فکر میکنم من ایکس تاجیک یا پشتون یا چیزایی که در افغانستان است، ایکس افغانستانی اصلا خودم فکر میکنم. من فکر میکنم به جهان میهنی تمام هموطنان ما جهانیان هستن و من فکر میکنم امور رقم که ما هومو ساپین ساپین انسان خردمند هستیم. خردمند هیچ گاهی مرزها باید ما را محدود نسازه و همون قسمی که آقای مدرسی گفتن اشاره کردن در مورد طالبان و داعش، اینا مسلمانان واقعی هستند و متاسفانه امروز میخواین ای طالبان یا مسلمانان را میخواین که در درون مملکت و درون نظام جمهوری جا بدهشه، که حداقل افغانستان امروز زناش یک خورده بیشتر از زنان ایران میتونن در استودیوهای ورزشی صدای خود بلند بکنن، در رسانه ها بدون اینکه روسری داشته باشن برنامه اجرا بکنن. چیزی به نام جبر اجاب نیست، حداقل اگر از لحاظ از واقعی اگر ببینم. اما من به خاطر تمام بانوان ناز و دوست داشتنی که اجازه ایران نداره در تهران و در دیگر شهرستان های ایران که در کنسرت ها اشتراک بکنه، در بازی های ورزشی اشتراک کنه، فقط به خاطر چی که امام زمان میایه و امام زمان اجازه نمیده. کاش امام زمان از جنس زن می بود که همه گیر اجازه میداد که سفر بکنه. مرسی تامین عزیز. دوستان ما رو همراهی کنین، مخاطبین عزیزی که مرسی از همه مخاطبینی که در طول برنامه با ما بودن، کامنت دادن، مثل همیشه همراه ما بودن. دوستان ما رو همراهی کنین از مدیاهای اجتماعی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی، کانال یوتیوبمون، کانال تلگراممون، صفحه فیسبوک و اینستاگراممون و وبسایتمون. اگر بخواید که عضو نهاد اکس مسلم بشین، قطعا لینک عضویت رو در وبسایت پیدا خواهید کرد. از همه مخاطبینمون میخوام که نکته نظرات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن، انتقاد و چه پیشنهاد، قطعا برای رو به جلو بودن ما کمک خواهید کرد. مرسی از همگی. بازم شاد باش میگم روز جهانی آتئیست و بسیار روز خوبی بود با شما عزیزان. مرسی میلاد که همراه بودی مثل همیشه. روز همگی خوش و مرسی. دوی.